اللهم صل الله محمد و محمد اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم سلام عرض احترام محضر شما ممنون از اینکه همچین موضوع خوبی رو انتخاب کردیم همچین دغدغه ای بوده چون دغدغه ای رو بعضی از دانشگاه های ما نیست طبعا این همچین موضوعاتی باید دانشگاه ما تر بشه سخنرانی امشب بحث میشه بحث خوبی منتها من خودم دید. یکی دو سالی بود در واقع راجب دیگه صحبت نکردم آخرین بار دانشگاه با هنر کرما سخنه کردم دوباره واقعا اذیت شدم داشتم مرور میکردم آماده میکردم یعنی اعصابتون خرد خورد میکنه به جد و شدیدن منطور مرور اینا لازمه دیگه مرور اینا لازمه و اگر اینها رو تلویزیون ما درست میگفت کتاب های تاریخی ما درست نقل کرد نیازی نبود من بلند شما تهران بیام لباسان بیام سخن رو میکنم. گفتن آقا چه حسنی نه شما وقتتون رو تلف می‌کنی میاد اینجا شو همه میدونستن یه چیزی که مردم بدون فکر کن یه نفر بلند شو بری یه جا شروع کن جدول ضرب یاد دادن ما همه بلدن دیگه بیکاری ما بلند شیم بریم یه نفر بره یه شهر دیگه اخباری که تو تلویزیون میخواد اعلام کنه بگه من میدونم اون میسه اخبار گوش میکنه تو اینا گفته نمیشه این که گفته نمیشه باز از من مشکوکه نشون نشون ما هنوز تا این مملکت هنوز هستن اینا یعنی هنوز دست های ناپیدا اینا دیگه جورت نمی کنم مثل قبل اینطور جولون بدن اونطوری غلط اضافه کنم اونتا هستن دیگه میشه دید همین که صدا کسی در نمیاد یا قفلت ما رو داره نشون میده تا این حد خیلی مهم در یک موضوع سخنرانی جدایه بحث جدایه یهود از حدود رونسانس میتونیم به شما بگیم به خاطر آزادی هایی که فقه اینا بهشون داده بود در برخورد با غیر یهودیان تونست آرام آرام با دربارها ارتباط پیدا کنه تو دربارها نفوذ پیدا کرد با خانواده های سلطنتی ارتباط گرفت اینا پولدار بودن جودا پولدار بودن معروفن پولدارتر هم شدن آرام آرام جوری نفوذ پیدا کردن که خیلی از سلطنت ها رو به دست گرفتن یعنی یک شبکه از یهودی ها خانواده های سلطنتی و آراد به طبعه وقتی می سلطنتی سرویس های امنیتیشون وزارت مستعمراتشون اینها ترکیبی به وجود آورد که آرام آرام اینا بر دنیا یک سلطه پیدا کردن یک اصر مدرنی رو شروع کردن که هنوز هم که هنوزه بشر نتونسته دست این دجال به معنی واقعی کلمه رهایی پیدا بکن یهودیان از قدیم با مسیحی ها مشکل داشتند دعوای درونی داشتند عملکرد بعد مسیحیت در برخورد با مردم و ایرادات و تحریفاتی که درش به وجود آورده بود زمینی رو فراهم کرد که یک سری از روشن فکران خوب دقت کنید روشن فکران تو کشورهای مسیحی چون علیه مسیحیت نمیتونستن حرف بزن به یهودی ها نزدیک بشن یهودی فضایی رو برای اینها فراهم میکردن چون پول داشتن برای این ها کتاب چاپ میکردن یه سری امکانات رسانه که اون موقع داشتن تو فراخور رسانه زمان خودش دیگه آرام آرام اینها منجر به شکلگیری لوجه فراماسونری شد یعنی فراماسونری یک افراد ضد مسیحیتن که اونا یهودی نیستن اما انقدر مسیحیت بهشون بد بر برخورد مثلا فرض کنید گاله بنده خدا اومده گفته آقا زمین دور خورشید میچرخه گفتم بگید آتیشش بدید میدونی که مثلا استدلالاشو بررسی کنه بر خود غیر عاقلانه و اینها اینا رو نزدیک کرد به یهودیت چون یهودیت چین از مسیحیت داشت یک فضایی رو فراهم دید گفت روشن فکرا اینا رو جذب فعلا در زدن مسیحیت ما با هم چیه اشتراک داریم اینا رو میزنیمش و به واسطه این شبکه پنهان فراماسونری آرام آرام اینو در تمام کشورهای دنیا مثل یک سرطان ریش انداختن همه جا رو گرفتن ما یکی از ابعاد اینها در کشور خودم میخوام به پردازه میمشم یعنی خیلی اذیت کننده است این که بدون شک هر کسی که خورده پژوهش در تاریخ انجام بده به نتیجه میرسه که هیچ کشوری به اندازه ایران در جنگ جهانی اول متضرر نشده این خیلی عجیب و دردآور این که خود ایرانیا نمیدونن اصلا ایران هم میدونه که بی‌طرف بوده دیگه در جنگ جهانی اول بی‌طرف بوده در جنگ جهانی دوم بی‌طرف بود مونتا هیچ کشوری حتی با اندازه اون کسایی که خودشون تو جنگ بودن متضرر نشد بلای سر ما آوردن مثلا از 1917 تا 1919 چهل درصد جمعیت ایران از بین میرن جمعیت ما از 20 میلیون میاد روی 11 میلیون یعنی شما کجا می... میتونید پیدا بکنید که چهل درصد جمعیت یک کشور قتل آم بشن نسل کشی دیگه و خود ایرانی ها نمیدونن 6 میلیون جهود رو میگن کشتن که میدونید که اصلا دریوری بیش نیستیم یا اگر هم کشته باشن هرگز این عدد و رقم تا این حد نیست ابدا نیست ما سخنانی جدا اینو اثبات کردیم که حتی خیلی جالب وقتی جمعیت ها رو از هم کم و زیاد میکنی با آمارایی که این ندادن منفی 400 هزار نفر میمونه یعنی اصلا هیچکی که نمرده هیچی با 400 هزار تا جمعیت اضافه شده بوده منتها چطور دنیا رو گرفتن فیلم ساختن فلان اما این چیزایی که اسنادی که میخوام بخونم اینا اسنادی که بخشش مال ماست روزنامه های اون زمانه بخش قابل توجه اسناد خود ایناست اون افسر انگلیسی که تو ایران بوده خاطرات داره کتاب نوشته یکی از این کلونل اینا کتابش الان دست خط خودش تو استرالیاست توی موزه تو استرالیا که از دوستان ما پول داد به اون مسئول موزه از این صفحه کتاب فقط عکس گرفت یعنی عکس گرفت فرستاد که تو ایران ترجمه شد حالا توی زمین پژوهش استفاده شد یا اینکه کشورهای دیگری اومدن گزارشات نوشتن مثلا وزیر مختار آمریکا در ایران بوده وزیر مختار یعنی سفیری بود که اینجا چی داشت اختیارات کامل و تام داشت میتونه سرکار بخواد بکنه نامه نوشته به کشور خودش الان امریکایی اون اسناد چاپ کردن الان چاپ کردن شما برید بخونید میدونید که بخشی از یه نکته مثلا ظریف میخوام جرس کنم بخشی از مسائلی که راجع به ایران میخواد جستجو بکنید یه بخشیش تاریخ شفاهی ماست بابا 1919 الان 2000 چقدر؟ 19. 19. یعنی اگه یه نفر الان چند سالش بشه؟ 107 ده سالش بشه اون روزار چیه؟ یادش میاد یک نفر توی مملکت بلند نشد دوربین برداره ببره راجع این قحطی بزرگی که اینا درست کردن تو ایران بره از اون کسی که بودن تاریخ شفاهی بپرسه من خودم به شخصه بلند شدم دو سه تا پیرمرد رفتم هنوز که هنوز در همین مملکت ما جاهایی هستش که اسمش ربطی به نون داره زرنان یعنی نون قیمت چی پیدا کرد؟ زر وانان یعنی وای نان و هم سالو هم هنو بودن حالا همین بمیرن بعد بمیگه هم چیزی بوده به اثبات کنه آدمی که اون, اون روزار دیده بوده چشیده بوده حی حاضر همین چند وقت پیش یک خانمی در یاسوج در وستان کوکیلو بای رحمت فرشت 146 سالش بودیشون یه رکوردی هم اشتباه نکنم خب اون موقع یادش میمده من با یکی نواهایشون رفتم صحبت کردم در یاسوش وانا مهمه برخی هست میشه رفت راجب تخامنشون که نمیخوام صحبت بکنم ولی بگید نوه کروش بده کن که سال هنو نشده هنوز صد سال نشده بخشی از اینا در اسناد خود اون اصلا روزنامه و موقع نوشته شده کتاب نشه برخی تو اسناد چیه اونهاست وقتی اینو رو جمع میکنه قشنگ بر شما مسجل میشه جز خائن جماعت کسی اینو رد نمیکنه خواستید خائن بشناسید ببینید کی اینو رد میکنه قبول اصلا 9 میلیون نه 6 میلیون یا نه 6 میلیون نه 1 میلیون کشته یا نه یک میلیون آدم قتل عام بشن پاسخگویی نمیخواد به خدا قسم میگه همین کارا رو ما کرده بودیم الان داشتیم تو سازمان ملل داشتیم قرامت میدادیم یکی نیست پیگیری بکنه دولت های ما هم که خوابن ما به ده کار در آرژانتین انفجار صورت گرفته تو هتل یهودیا هنوز که هنوز مارول نمیخوام میگن شما مشکوکید به اینکه شما بودید اونجا میبینید ول نمیکنن سر ماجرا پرونده آمیا و قاضی و نمیدونم چی نوشه جالب شما میگم مثلا وقتی شما راجع به میخواد راجع به ایران یه تحقیقاتی انجام بدید مثلا میره راجع به طوفان تبس خب میره چیکار میکنی می آقا تو نیرو هوایی ما آدم داشتن که ناوپیما ما میماده میرفته دیگه ها اون کسی که ورزشگاه امجدیه رو چراغش روشن کرده آدم اینا بوده دیگه ها اون کسی که تو پلیس تو شهربانی و باز کرده که اینا بیان برن برنامه‌ریزی برن شده برن آدم اینا بوده دیگه اما این یه بعد با... یه بوده ماجرا میتونید تو اسناد آمریکایی ها پیدا کنید کجا اونجا که فرمانده این عملیات رو بردن دادگاه نظامی ازش بازخواست کردن چرا شکست خورد آبروی آمریکا رو بردی او جواب داده جوابیاش خیلی جالبه ببین چی میگه میگه کارتر مأموران CIA را در آستان انقلاب از ایران خارج کرده بود ترسیده بود که دست انقلابیون نیفتن یا کاگبه به بهانه انقلابیون اینا رو دستگیر نکنه ما تمام کارها رو با دوستان اسرائیلی خود انجام دادیم در ایران این نشون میده که اسرائیلی ها شبکه زیتون میگفتن در ایران چقدر کار میکرده چقدر نقش داشته چقدر آدم داشته که تو ارتش ما گرفته آدم داشته تو شهربانی ما آدم داشته توی اون ورزشگاه آدم داشته تو کجا آدم داشته یه این نکته است زمانی که کش میره می تو اداره دومه اطلاعات ارتش نیرو در نیرو هوایی تا همون چند روز اول دو تا کامیون اسناد از اونجا خارج میکنه اسناد مربوط به پروژه آی بیکس بوده بود چی بوده که شنود میکردن اینا ایران جزو سنتو بود دیگه شنود میکردن شوروی رو ما مرز داشتیم به شوروی برای آمریکا خیلی مهم بود اینا میخواستن تو انقلاب دست شوروی نیفته اونا میگرفتن فرستادن بردن ببین یعنی تو دل... شیر تو شیر انقلاب ما خودمون خبر نداشتیم چی به چیه 22 بهمن انقلاب شده 24 بهمن اینو رفتن اونجا یعنی ما خودمون هنوز خبر نداشتیم انقلاب یعنی هنوز گیج انقلاب بودیم اونا میدونستان کجا باید برن بخشش هم تو اسناد اوناست این تقریبا تو 7 مرحله انجام شد و فقط مختص به ایران نبوده ها کشور دیگه من رفتم من لبنان رفتم سوریه رفتم با اساتید دانشگاه اونجا هم صحبت کردم گفتم ما هم داشتیم همون سالها. مونتا اوجش در ایران انجام شده یه دلایلی اینجا جمع شده این. یکی اینکه خرید قله صورت دادن اینا یعنی نیروی انگلیسی در ایران قله رو می‌خریدن تون تون می‌خریدن دوم اینکه یکی از نشونه اینه که استرلینگ روس انگلیس و پوند ارزشش تو ایران میاد پایین میدونی چرا؟ اینقدر که اینا پول دادن گندم گرفتن پول دادن جو گرفتن پول دادن نخود و لوبیا و چی گرفتن این پول اینا رو تو ایران چیکار کرد زیاد کرد زیاد شد چی شده بی ارزش شده این قش نشون میده با چی هم خریدن حتی ببین وقتی نفر نگاه های اقتصادی داشته باشه میتونه بفهمه که اون برهه تو اون قحتی تو اون مشکلات چرا ارزش پول انگلیس انقدر اینجا آمده پایین خوب دقت بکنید دومین سومین کاری که کردن تخریب تجارت ایران بود عمدن تجارت ایران و کشور دیگر زدن چون عمده درآمد اون موقع ایران از چی بوده از طریق گمرکات بوده چون تجارت زدن دولت ایران درآمد آیدی هاش چی شد ببین من اینو بهتون بگم بف... بخ... متوجه بشید الان میفهمید چرا تحریمت کردن چرا نفت ازت نمیخرن چرا مشتریای نفتی تو دارن بر میزنن الان آمریکا به هند گفته من ارزونتر از ایران بد نفت میدم بیا من بخر. دقیقا می‌بینی همون مدل داره الان هم چیه پیاده میشه حالا این دفعه چون ما او با داریم هیمنه داریم قدرت داریم نمیتونه این غلطی که اینجا الان براتون بخونم شب خوابتون نمیبره که چه ها شده در ایران یعنی فقط غرور ملی داشته باشه انسانیت داشته باشه آتیش میگیره خدا شده نکته دیگه قله رو که خریدن اینش شجیبه، صادر کردن گرفتن فرستادن جنوب روسیه مثلا ما داریم تو اسنادش میگه خود مسئولش داره میگه میگه قله گیلان خریدیم فرستادیم باکو گرسنگی در رشت پدیدار شد به این چون شمال ما خوشحالی نداشته که همیشه بارندگی اونجا اصلا مردم دنبال خورشیدن اما چی میشه که این قحتی وارد پاش به گیلان و مازندران هم باز میشه دلیلش چیه بس که اینها میخرن میفرستن باکو ببین قشنگ هدف من بوده دیگه مرز داشته مورد بعدی اینه این که مانع وارد کردن غذا از خارج میشن اینا همه را اسنادش براتون میخونم اول دارم صرف رو میگم نمیذارن غذا از اون طرف فرس ببین مرز نیست این چی اسمش طرف میگه من وارد کردم بازرگانه میگه میگه من اینقدر کشتی شکر وارد کردم تو بندر عباس گیر کردم انگلیسی‌ها اجازه نمیدن هیچ کدوم از مردم اون منطقه الاغ ها و رو بیارن که من میتونه بار بزنم شش ماه بار شکر تو بندر عباس میمونه برمیگرده انگلیس اجازه میگه اینجا کنسولی انگلیس در بندر عباس اجازه نمیداد بعد حالا میخونم قشنگ می میام رفتم 20 فرسخی فلان جا یه کاروان شطوری پیدا کردم به اون پول دادم گفتم تو رو خدا بیا من بار بزنم مورد بعدی محروم کردن ایران از پولهایی بود که اصلا مال خودش بود دیگه یعنی همون باز درآمد گمرکی رو که کم کردن همون پول گمرک رو باز نمیدادن به ایران میگفتن شما قبلا از روسیه و انگلیس وام گرفتید بعد اونها رو اول پاس کنید خب اون انگلیس همون انگلیس ها هیچ فرقی شیوهش عوض شده بی بی سیه فارسی همون بی بی سی فارسیه. از رادیو تبدیل شده به تلویزیون از تلویزیون تبدیل شده به کانال تلگرامی <متصفيق> چیزی فرق نکرده هیچ از خودت شما نمیپرسی دولت بریتانیا برای پخش انگ... بی بی سی به زبان انگلیسی از اسکاتلندیا، ایرلندیا و انگلیسیا مالیات میگیره یعنی خودشون مردم خودشون ده بی بی سی نگاه کن پول بدن پول زیادی هم میگیره بعد برای من و شما چیه؟ مجانی پخش میکنه به چه دلیلی؟ ما از مردم خوش بیشتر دوست دارم آدم احمق اصلا دیگه احمق ها کم نداریم تو مملکتون باشه احمق های ما تو مملکتمون داریم که بی در دنیا چه چگالی اینا تو این بره نمیدونم چه انقدر زیاد شده میبینی تو حرفاشون میبینی تو تحلیل هاشون میبینی مورد بعدی زبط درامت های نفتی درآمد نفتی که با همون قرارداد مزخرف دارسی پوست ما رو کندن و در مجموع 75 درصد پول نفت انگلیس ها می بدونید 25 درصدش مال خود ما بوده صاحب <تصفح> نفته 25 درصدش رو می اونم 25 درصد که 16 درصد 10 درصد بوده 25-26 درصد میدادن همون رو هم تو اون سالها همدن نمیدن یعنی قشنگ دور تو میبندن غذای تو رو میخرن میبرن بیرون از بیرون نمیذارن کسی وارد بکنه پول دولت هم میگیرن گمرکار هم میبندن ما اصلا بحثی داریم چون اصلاش هست که اینا تفتیش بار میکردن بارهایی که میدن آزوغه است و جلوشو میگرفتن اون طرف تو کوههای مهاباد اون قدیم اسمش ساواج بلاغ بوده داشته بار می گرفتنش نسل هست گرفتنش نه بارش گندمه ضبط کردن قشنگ برنامه ریزی کردن این جمعیت مردم رو تقریبا به نصف کاهش بده که، چهل درصد اینو در, در سوریا هم انجام دادن در عراق هم انجام دادن در لبنان هم انجام دادن اونجا خیلی چی؟ کمتر تو ایران خیلی بد میشه متاسفانه یک سری حرام لغمه ها هم در داخل هم باهنگی کردن سودجوها همین الان هم داریم ازشون اینا کیا بودن؟ اینا کسایی بودن که خورده قله ها رو جمع می کردن انبار میکردن که بفروشن به کی؟ انگلیس چون خوب پول میداد انگلیس پولم چی میداد؟ داد؟ آشقال لاش بهشون میداد پولی رو داد که رو می ارزشش چی شد؟ اومد فاین در هند بلا اینا سر هندی ها این هندی ها آشق این زلم زیمبولان دیگه دیدید این اوتوبوس هاشون رو دیدید چیکار میکنن دیگه همه چند خوششون بسید چیز آویزون میکنن اون اینا یه صدفی بود یه مدل صدف خیلی خوششون میومد انگلیس اینو فهمیدن حالا اینا میگن در امپراتوری بریتانیا کبیر خورشید غروب نمیکرد راست میگن از آرژانتین اینا شون بود تا هنگ کنگ یعنی این وقت که صبح شده و شب شده بود مدور صبحشون و شب, شب شده بود هیچ وقت در ب... امپراتوریش خورشید غروب نمیکرد اینا متوجه از این صدفایی که اینا می دوست دارن چقدر تو آرژانتین ریخته لب ساحل هیچ چی نگفت آروم آروم از این صدفا رو ریز ریز آوردن توی هند به اینا میدادن ازشون طلا میگرفتن به اینا میدادن ازشون چی میگرفتن ادویه میگرفتن میدادن زمینشون رو میخریدن میدادن قشنگ که شد در آستانه سقوط شد یعنی یه میخواستن چی بشه اون صدفا بی ارزش بشه یک بار اومدن چیکار کردن به یک بار اومدن 10 تا کشتی 20 تا کشتی چقدر انت تا کشتی از آرژانتین از این صدفا آوردن ریختن که نور سوال یعنی همون که با تو دستشون بودی به یک بار سقوط کرد جور اینا رو به خاک سیاه این هندیه بدبخت نشوندن همون کارم با ما میکن. من براتون یه سری اسناد رو میخونم یه خورده اذیتتون میکنه حالا اما همون هم گشتم اینجوری علامت هم زدم که اولی یه رویه به شما بگم بحث رو به خدمتون از 1900 14 تا پایان 1915 انگلیسی ها، عثمانی ها،, ها، تو ایران درگیرن عثمانی ها پاشونو میکشن بیرون بعدش میخوره به 1917 انقلاب روسیه روس ها هم از ایران چیه؟ میرن از اون طرف آمریکا وارد جنگ جهانی میشه چون وارد جنگ جهانی میشه میرسن خوش به سوال نورماندی تو جنگ اینها رو کمک میکنه اینا چی میشن؟ پیروز میشن چون پیروز میشن نیروهای انگلیسی آزاد میشن تو اروپا خوب دقت کنید چون نیروهای آمریکایی میرن جاشونو میگیرن نیروهای انگلیسی آزاد میشن اونا خودشونو میرسونن کجا گسیل پیدا میکنه به سمت خاورمیانه میانه از این ورم روسا تو ایران نیستن انگلیس که تا قبلش تقسیم ایران شمالش دست روسا بوده جنوبش دست انگلیس بوده تمامش مفته دست ایران شروع میکنن نقاط غربی و شمال ایران رو هم چیکار کردن تصرف کردن تا رشت رفتن صفر تا صد ایران میفته دستشون تو اون سال ها میخوام بگم اولا چه اتفاقات جهانی داره به این سمت و ایران میشه بلا منازع تو ایران وارد میشه انگلیس آمریکا تو اون بره میخواد دوست داره پاش باز بشه توی ایران اونم یه انگلیس کوچولوئه هنوز گنده نشده مثلا ما یه ماجرایی داریم ماجرای این سقاخونه شیخ یا سید هادی رو نشنیدید یا نه میگن اولین سفیر آمریکا که وقتی وارد ایران شد ها ترسیدن سفیر آمریکا وارد ایران شد انگلیسا ترسی گفتن میاد جای ما رو میگیره قوام نظرش بر این بود چون نمیتوسن مقابل کنن با استعمار میمدن تعداد مست... رو بیشتر میکردن میگفتن تو رقابت با اینا یه چیزی گیرمون بیاد یعنی دست رو زیاد میکردن گفت خب روسا و انگلیسا هستن و برم آمریکا رو هم پاشو کنم پیگیری کردن آمریکایی پاشون باز شد و یویخ با خ... شایعه شو تو شهر که سقاخونه شیخ هادی یا سید هادی علو ذهن ندارم یکی شفا داده یک کوریو مردم ریخته بودن اونجا از آب سقاخونه میگرفتن و میخوردن یه نفر به این گیر دادن به این سفیر امریکا که تو هم پاشو بیا برو نگاه کن این که بلند شد اومد اونجا نگاه کنه بعد بخواد بود نگاه بکنه یویی یه نفر تو جمع داد زد که این مرتی که خط نشده بول کرده تو آب سقا خونه همین سفیر آمریکا مردم اونجا ریختن انقدر اینو زدنش کشتنش کات آمریکا دوباره رفت بکش این خودشون هم با هم چی رقابت دارن ها اینا رو باید لحاظ کرد خب این یه وقت برداشت نشه آمریکایی خوبن آمریکایی هنو چی هن؟ هن هنو گنده نشدن حالا به هر حال هر... اسناد اینا میاد بیرون دیگه این اولان بعد خدمتون عرض قر... می که بخشای من از این کتاب رو میخوام توضیح بدم محضر شما بزیر برم یک سری گزارش های ما در رابطه با قحطی در روزنامه خودم داریم مثلا روزنامه ایران 18 او تزان میگه در اثر تلاش های دولت همکنون مقدار قابل توجه قله در حال ورود به شهر است و دیروز قیمت جو در هر خربار از 35 تومان به 30 تومان کاهش یافت میگه دولت گندم جو وارد کرده تونسی خورده گیر بیاره چی شده این مال تهران ها خب از هر خروار از 35 تا شده 30 قیمتش چی شده اومده پایین در 21 سپتامبر همین روزنامه علیکم السلام میگه که نبود قله داره در سراسر ایران قحطی به وجود می آورد تاثیر کمبود قله خصوصا در کاشان مشهود است و هیچ ترفندی نمی تواند اوضاع را بهتر کنه. زیرا حمل قله از قم یا سلطان آباد سلطان آباد یعنی کجا عراق به کاشان ممنوع است و مازاد قله مناطق به شهرهای شمالی ارسال می شود چرا می رفته شهر شمالی؟ چون از شهرهای شمالی می رفته با باکو ببینید این سری اسنادی که تو روزنامه خودم روزنامه موقع چاپ شده بوده دیگه انگار که مثلا یا آقا امروز آلودگی تهران به این حد رسید روزنامه ما چاپ کرد مثلا روزنامه ایران زده روزنامه شرق زده روزنامه همشری زده چه میدونم خب اینا ثبت شده دیگه اینا تو وزیر مختار آمریکا فردی به اسم لورنس جان, لور... جان لورنس کالول یک گزارشی به عنوان فقر و رنج در ایران 4 اکتبر 1917 100 سال پیش نوشته میگه کمبود مواد غذایی خصوصا گندم و انواع سراسر ایران خصوصا مناطق شمالی و حاشیه و نیز تهران را چنان در بر گرفتی که پیش از آغاز زمستان فقر و رنج وسیعی پدید آمده است تردیدی نیست که زمستان امسال مرگ و گرسنگی چندین برابر خواهد شد حتی در این موقع از سال قیمت ارزاق به بالاترین حد خود طی چند سال گذشته رسیده و کمبود غله و میوه‌جات حقیقتاً هشدار دهنده است در ادامه میگه که هر چند واردات اخیر از هند قیمت رو 25 درصد کاهش داده یعنی این بوده که دولت دنبال چی بوده واردات بوده که مثلا تخم تخمار چی شد یه بیماری آمد دولت با وارد کردن تخمور چی بشه قیمت رو بیاره پایین یک جاهایی گزارشات داریم اما بعدا ببینین انگلیس چیکار میکنه اینا بخش بزرگی از جمعیت از طبقه زارعان هستن تو ایران تنها از نان ارتزاق میکنن این قوت قالبش نونه که قیمت عادیان سه برابر شده است و همانیز بسیار کمیاب و ذخیره آن اساسا ناکافی است در نانوایی های عمومی افراد زیادی گرد می و هر کدام منتظر نوبت یا اقبال خود برای خرید نان می و اغلب ناامید و گرسنه رانده می شون. یعنی اصلا پولم هم ب... مو... حاضرن همونقدر پول بدن اما نونه نیست گیر نمیاد معموران نظامی در این نانوایی ها مستقر میشن تا نظم را برقرار کنند. کار به جایی که پلیس باید کنار صف و وای میستاده با چوب و چماق مردم رو به خط نگه داره و افراد سمج و گرسنه را عقب نگه دارند. نتیجه آن است که اغلب بلوای برپا می شود در موارد خونریزی هم شده است یه گزارش داره می نویسه این مختار آمریکا این اسناد خود ایناست دولت برای آرام کردن شرایط در نظر دارد از محل مالیات بر اجناس گندم مورد نیاز را تهیه کنه و به بهای ارزانتر از بازار در اختیار نانوایان قرار دهد. زیر قیمت بازار میخواد این کار انجام بده. اما این کار هم عملا تا این لحظه کمکی به بهبود وزن نکرده است اقدامات گسترده برای جلوگیری از انحصار و احتکار به عمل آمده و تمام مسئولیت ها در این زمینه بر عهده ارباب که خسرو شاهرخ گذاشته شده است ارباب زرتشتی است و عموم مردم به صداقت و درستکاری درست 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 او اعتماد کامل دارند با این حال اوزا همچنان وخیم است اوزا هم دست که یه فرد زرتشتی یا ارباب موقع ارباب بوده قوانین بودن یا ارباب اینطوری تو آخر گزارشش می‌نویسه متکدیان چند برابر شدند گداها و صدها تن از آنها در خیابانها به شکل اسفبار میگریند و گدایی میکنند و گاهی اوقات فردی را محاصره کرده و به او حجوم می برند. یعنی دیگه نمیتون تحمل کنند یه گروس نشده شیش هفت نفری میریزن سر یه نفر جیباشو بزنن اگه یه چیز دستش باشه اگه یه نونی دستش باشه داره میره سمت خونشون یه چیز خریده باشه دستش باشه میریزن همونجا ازش میگیرن از دیگر نقاط استانها شهرهای ایرانی ایران شرایط مشابه گزارش شود همین آقای کالدو 22 اکتبر 1912 یه سند دیگه گزارش میده میگه در استان ها نبود مواد غذایی هشدارنده است و شکست و درماندگی و افلاس روز به روز گسترش پیدا میکنه چون که زیاده من میگذرم حتی مثلا قیمت ها میگه میگه که از 7 دلار رسیده به 9 دلار نمیدونم از چی زغال از هر تن 50 50 رسیده به 55 دلار هیزم گرون شده همه چی رو کشیده بالا قیمت رو چارلز دنست ویل از فرمانده های ارتش انگلستانه که فرمانده نیروی دانستر فورس زمان که آمریکایی‌ها وارد جنگ جهانی اول شدن و تونستن پیروزی به دست بیارن نیروهای مازاد و نیاز انگلیس تحت عنوان دانستر فورس وارد چی شدن؟ خاورمیانه شدن، بخششون اومدن ایران. این فرماندهیشون تو ایران رو بر عهده میگیره. اینم گزارشاتی داره، خیلی جالبه. که دردآور دیگه. تو جامعه 1918 میگه تا به اینجا نشانه قحطی فراوان بوده و ما به کرات شمار زیادی از افراد فقیر جند پوش و که تا کتاب توان از دست دادن در کنار جاده دیده ایم تو مسیر که داره میاد هم تو راه داره میبینه تو این فیلم یتیم خانه ایران اگر ندید حتما ببینید آیا ابو القاسم طالبی اینو ساخت برید ببینید یه بخشی از این رو تونسته نشون یه بخشی رو نشون یه بخش دیگرشون. رو بهش گفتم چرا این تیکر نشون ندادی گفت دیگه غرور ملیون به گند کشیده میشد اگه نشون میداد گفتی که غرور ملی بر این مردم نمیموند که چه روزگاری بر ما اینو سر ما آوردن میگه نشانه های قحطی را در همان آغاز سفر در ژانویه با دیدن اجساد و افراد در حال مرگ در جاده شاهد بودیم از روستاهای نیمه ویران با ساکنان گرسنه عبور کردیم اما هر چه گذشت اوضاع از بد به بدتر تغییر یافت و روشن بود که این مصیبت تا فصل برداشت بعدی یعنی تا حدود 6 ماه بعد افزایش می آمد. تو همدان میرسه اینو می شواد قحطی هولناک بود هر کسی که قدمی در شهر میزد با آزار, تر... آزار دهنده ترین مناظر روبرو میشد اگر کسی از بیتفاوتی خارق العاده مشرق زمینه ها که میگویند خواست خداست برخوردار نباشد نمیتوان این صحنه رو تاب بیاورد مردم میمیرند و کسی نیست که کمکی کند و گاه جسد آدم ها آنقدر کنار جاده ها بی آنکه کسی نگاهی به آنها بیاندازد میماند تا آنکه از بیم لطمه به دیگران میگن یعنی تاونی اونی لطمه به دیگران دیگر چاره جز دفن آنها نباشد در خیابان اصلی شهر از کنار جسد پسر حدودا نه ساله عبور کردم که روشن بود در همان روز مرده است صورتش میان گلولای پنهان شده و مردم از دستویش به شکل عادی عبور میکرد گویی او هم یکی از موانع عادی سر راه آنهاست ببینید چرا چون بس که مرده دیدن چون دیگه قشنگ براشون چی شده بود عادی شده بود عادی شده بود عادی میشه برای آدم عادی عادی میشه میگه حدود سی درصد از جمعیت شهر در آستانه قحطی قرار دارن و برای درصد بزرگی از آنها مرگ ناگزیر است میگه باید بمیرن چاره دیگه نداره حالا این زمانی که خود انگلیس ها گور رو گر دارن قله رو توی ایران چگاه میکنن؟ میخرن میخرن میفرستن عراق بین و نهرین برای یه بخش از نیروهاشون 400 هزار تا نیرو توی عراق اینا فقط مستقل کردن بخش قابل توجه هم میفرستن به جنوب روسیه به باکو از اون طرف به سمت ترکمنستان که به نیروهاشون برسن خب این بعد چی میگه دن, دن تو بقیهش میگه میگه وحشیانه اینگونه گونه میشود گفت اما چرا بدگوی وحشی ها رو کنم میگه من به ایرانیا این اینجا دارم میگم وحشی دارم به وحشی ها این میکنم چی بگم به اینا جالبه در نزدیکی بهاره میرسه به مهاباد فکر محو... هم... سلطان بلاغ بوده اسم بهاباد من اشتباه گفتم ساواج بلاغ ساواج بلاغ نزدیک کرج آره زیباترین گلها آنهایی بود که بر بام گذر سلطان بلاغ بودند درست در نقطه ای که ما میگه گلا در اومد بهار شد در که ما لاشه هفت قربانی بخت قحطی را یافتیم میگه هفت نفر اومدن لای همین گلا افتاده مردن از از این دست لاشه های جای جای جا طول جاده قزوین همدان را پوشاندند میگه تو پره از اینا میگه سرسبز شده بهاره لای گلا جنازه ها همینجوری لاشه های حالا اینا لای گلا چیکار میکردن میدونید لفظی که خودش استفاده میکنه میگه میگه چون گاوان صبح دم برای چریدن به میان دشت ها میرفتن مردم توی گزارشی دارن اینا میگه که میگه آدمایی بودن همینطور تاق باز رو به آسمون افتاده بودن مرده بودن باد کرده بودن دهنشون پر علف بود اوضاع حتی تو بهار 1918 وخیمتر میشه روز به روز میشه چون هی دارن قلله رو باد که بهار شده دیگه ها زمستون گذروندن بعد یه اتفاقات خوبی بیفته همه رو دارن میبرن اون طرف فقط دارن از داخل میکشن میمکن بفرستن اون طرف کالدول یه وزیر مختار آمریکایی تو ایران یه تلگرافی زده میگه که به خاطر اوضاع سیاسی و قحطی دولت مایل به استعفا میگه دیگه نیا نمیتونن تحمل کنه دولتشون داره سقوط میکنه دبیر کمیته امداد آمریکا در ایران به چارلز ویکری در نیویورک یه نی... تلگرافی میزنه میگه اندوه اسفار ادامه دارد صدها تن رو به مرگ هستن حدود 20 هزار نفر در تهران اطعام میشن هر روز اما دامنه اقدامات امدادی شامل مشهد همدان قزوین کرمانشاه سلطان آباد نیز میشود 17 آوریل دوباره کالدول یه تلگراف دیگه میزنه اینا همش اسناد آمریکایی سا تلگرافی که گرفتن هنوز ثبت شده مونده است میگه اوضاع قحطی بتر, بتر میشن بی نظمی تا شمال غرب ایران گسترده شده است در 4 می 1918 به همین آی بیکری در نیویورک تلگراف میزن اینجوری میگه. میگه که 75000 دلار فرستادید این خوب بوده اما بازم باید برای ما پول بفرستید ما اینجا لازم داریم اینجا اجناس داره گرون میشه روز به داره گرون میشه بعد جالبه که اینها تو همین هیروبیر که همه داشتن میمردن چطور آمریکایا به کیا کمک میکنه در تهران؟ به یهودی ها میگه نماینده یهودی ها اومده با ما خبر داده گفته ما هم گرست نمونه سریع پول بفرستید میگه از آمریکا سریع پول میفرستن قله رو میخرن اون قللا سهم کیه؟ سهم همه مردم و جیره بندی بشه به همه چیه؟ برابر بس. میخرن میدن به یهودی ها به یهودی ها ایران میگه کارگروه درست کردیم چند نفر از اینا رو بردیم وسط من خودم شدم رئیسشون شروع کردیم پخش کردن اضافه مازاد رو هم فرستادیم برای یهودی شهر دیگه اون هم راحت باشن زندگیشون بکنن تو مملکت شیعه بله نه خیلی زیاده من نمیخوام مثلا در بهار 1918 گزارش شروع می‌نویسه میگه علی کار بزرگ کمیته امداد و غذا رسانی به هزاران قطی زده هزاران تن نیست که امکان کمک رسانی به آنها وجود نداشت در اثر قحتی و بیماری خصوصا تهران مشهد همدان مردن اطلاعات موثق نشان می‌ده که فقر و گرسنگی آنقدر اسفناک بوده که صدها نفر برای زنده ماندن از علف مردار حیوانات و در برخی موارد حتی از گوشت انسان‌ها خوردند میگه مردم ایران کارشون به آدمخوری رسید اینا بخشی که تو فیلم نشون نداد گفتم چرا نشون ندی گفت غرور ملی دیگه له میشد اکل میته میکردن دیگه از گرسنگی نمیدونستم چی چیکار کنم این رنج و تنگدستی به شکلی گسترده شهرهای کوچک و هزاران روستای ایران را نیز در بر گرفته است اما تقریبا امکان دسترسی به هیچ کدام از آنها به خاطر نبود مساعدت لازم وجود نداره اگرچه لازم به گفتن نیست که حمله مواد غذایی به نقاط کوهستانی و بیابانی دوردست تا چقدر دشوار است به نظر میاد ایرانی ها طوری بزرگ شدن که گویی به دیدن مرگ به بدترین شکل یعنی قحطی عادت دارن گویی خارجی هایی هم که در اینجا هستن به خاطر مصیبت گسترده که هر چه جلو چشمانش هست سنگدل شدن خودش میگه میگه ایرانی عادت ایرانی عادت نداشتن خودم تو ادامه داره میگه خارجی ها هم چیه؟ عادی شده هر آدم دیگه هر روز از این صحنه ها ببینه عادی میشه اولین باری که ما این معتادای کراکی بدجو رو که مثلا تو خیابون دیدیم چقدر برامون عجیب بود ها اما الان عادی عادی شد میبینی؟ ما ولش دو بریم میبریم همینجوری نرخ عادی مرگومیر در تهران 10 تا 15 نفر در روز رسیده است این گزارش های رسمی است اما نرخ مرگومیر روزانه تهران همکنون 180 نفر است این علکیه اینا رو بهداشتشون علکی داره میگه من به عنوان کسی که اینجا ناظرم گزارش خودم دارم جمع میکنم اینه جمعیت تهران را اندکی کمتر از میگه میگه که آگاه ترین افراد جمعیت تهران را حدود 200 هزار نفر تخمین میزنند یه موقع تهران 200 هزار نفر جمعیتش بوده نان اگر تنها غذای فقرا نباشد بخش اصلی آن است و قیمت معمول آن حدود پوندی 3 سنت است و آن هم آنقدر کمی است که حتی با این قیمت نیز به سختی قابل تایید است مدتی است بیماری های واگیردار چون تیفوید و تایفوس یعنی تیفوس و تا حدودی وبا در نقاط مختلف ایران گسترش یافته است همزمان عجیبی که یه سری بیماری های واگیردار هم چی میشه؟ آره میاد میگیره مردم بیچاره رو میگه به نظر میرسه با فرسیدن فصل برداشت قحطی برطرف خواهد شد اما تلفات بیماری واگیر وبا به طور متوسط به حدود 200 نفر در هر روز به سبب گرسنگی میگه به مناطق مختلف رسیده یک فردی به اسم فرانسیس وایت دبیر هیئت نمایندگی آمریکاست این هم یه گزارشه باز جدا فرستاده ببین مج... یعنی حرف یه نفر نیست اون انگلیسی کانسرویل جدا فرستاده این بابا وزیر مختارشون جدا فرستاده این یکی جدا روزنامه هامون جدا بابا بزرگامون که یادشون بود من پدر بزرگ خودم شنیده بودم بابا بزرگ که یادشون بود همین رو میشین کنار هم قشنگ اصلا قهتی بزرگ معروفه یادم رفته عدد میگفتن سال میخواستن سال بگن گفتن هزار سال اینقدر اتفاق عجیب افتاد اون سال شده بود من... چیز تاریخی آره میگفتن سال گندم من اینقدر قرون من یادم مثلا پنجا قرون چقدر یادم میسون عدده چقدره من یادمه سال گندم منی اینقدر قرون به این چی میگه میگه مفتخرم به پیوست گزارش های شده توسط دبیر هیئت نمایندگی رو ارسال می نمه. این گزارش حاوی اطلاعات دقیق اینو کالدول گزارش وایتو میفرسته گزارش حاوی اطلاعات دقیق که ایشان هین سفر از بغداد به تهران کسب کرده این از بغداد داشته به تهران زمینی هم میومده تو راه چیزایی که دیدار گفته کوتاه من میخونم خیلی مفصله نمیخوام سرتون در بیارم میگه در تمام طول جاده کودکان برهنه را که جز پوست و استخوان نیستن میتوان اندازه دور پای آنها بیش از 3 اینچ نیست این فقط خونه. صورتهایشان رنگ پریده پای چشمانشان گود افتاده و پوستشان چون سالخوردگان خردگان هشتاد ساله چروکیده است فقر همه جا را گرفته است و مردم از ناچاری علف و یونجه میخورند و یا دانه های گندم را از میان پشکل حیوانات بارکش در جاده ها در آورده و از آن نان درست میکنند در همدان در موارد متعددی افراد به خوردن گوشت انسان روی آوردند این گزارش های وایته و دیدن نزاع کودکان و سگه ها دعوای کودکان با سگه ها بر سر خوردن لاشه حیوانات و یا تصاحب زبالی در خیابان ریخته امر غیر عادی نیست می خیلی جا که این بچه چنان گرسنه شده با سگ داره دعوا میکنه سر چی سر لاشه مرداری اون بغل یعنی دیگه این اون بغل افتاده بودن حیوانات داشتن میان می خوردن یک فردی است کنسول آمریکاست خب در تابستان 1918 24 دسامبر 1918 یه گزارش تهیه کرده به اسم آقای ادیسون ای ساور همش تی اچ پشت سر هم تلفظش سخت میشه چی تلفظش کن میگه در ماه جوان گذشته که به ایران می رفتم این ش... یکی دیگه است در ماه جوان گذشته که به ایران میرفتم شواهد فراوانی از قحطی جدی در زمستان 1918 مشاهده کردم در نخستین روز در مرز قصر شیرین کاروان کامیون های ما برای استراحت زور توقف کرد اینا با ماشین داشتن اومدن زمین اومدن روی کامیون نشستم تا نهارم را که اصلا اصلان کنسرو لوبیا بود بخورم می در کنسرو باز کردم دیدم روش ماسیده خوشم نیمد با قاشق یه, یه سانتی مثلا از روی این جمع کردم با قاشق ریختم کنار کامیون در قوطی را باز کردم یک لایه از روی لوبیا رو که به نظر قابل خوردن نبود با قاشق برداشتم به گوشه از جاده شنی که لایه زخیمی از خاک آن را پوشانده بود پرت کردم من متوجه نبودم که روستاییان گرسنه در این هین دور 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 من جمع شدن یعنی اصلا حواسم به قضا متوجه آروم دور کامیون رو گرفتن این رو سقف کامیون نشسته بود آها. رفتید بالای کامیون اما هنگامی که من آن یک قاشق لوبیا رو به زمین پرت کردم چندین زن و مرد ناگهان حجوم آوردند آنها آنقدر ضعیف بودند که به سختی میتوانستند به, به،, به پا به ایستند آنها خود را به سوی جاده پرد کردند به شکلی وحشیانه بر سر و کله هم میکوفتند تا یک خورده از غذایی که من پرت کرده بودم به چنگ آورند هر کدام مشتی از خاک و شن را که ممکن بود دانه لوبیایی در آن باشد میقاپید و در دهانش میچپاند بخشی از همین جماعت دور کاروان جمع شده بودند و برای غذا گدایی میکرد و دیوانوار مراقب هر خورده غذایی بودند که به خاک میفته بر سر هر قوطی خالی غذایی که دور انداخته میشد اینا میخوردن پرت میکردن قوطی خالیشونو زد و خورد وحشیانه ای در میگرفت و برنده انگوش و زبانش را سراسیمه در قوطی میچپاند تا اگر چیزی در آن مانده بخورد چنان سراسیمه بودند که اغلب انگشتان و دهانشان با لبه های تیز محل باز شدن قوتی مجروح میشد ولی اصلا اهمیت نمیدادند اینا برای مملکت گذشته این جوان ها میدونن مردم اون میدونن که این حرامزاده ها چه کردن با این مملکت عقبه اینها رو میشناسن همون امروز رنگ و لعاب کردن خودشون دوباره به شکل دیگه دارن میان همون بله ها رو سرمون بیان اون موقع نمیذاشتن غذا وارد چه الان نمیذارن پول وارد بشه چه فرقی داره ها میدونستید یکی از اصول اساسی ما دقت می میخوام چیزی بهتون بگم مختون سوت بکشه یکی از اصلی ترین چیزی که دولت ها سراغشن چیه امنیت غذا ببین مردم سر غذا دیگه شوخی با هم ندارن به برکت ابا عبدالله شب و روز بالا و پایین توی این قضا غذا میدن تا سو آشورا چون تا سو آشورا بعضی از نوایا بسته شب تا دیدی نوایا چه خبره فکر کن شیش ما غذا نباشه یادتونه وسط تحریم ها کنجاله رو دیر امدن رسوندن قیمت رفت بالا دیدی؟ دیدید دیدی و... یه بیماری اومد مرغا رو مرغای تخبزار رو زد زمین قیمت تخم رفت بالا چی شد؟ توی قه توی تحریم ها ما به لحاظ غذای کم نیاوردیم اینها در تا شروع کردن باب مذاکره رو باز کردن گوش کن تا باب مذاکره رو باز کردن امکانات تحریم بعدیشون هم فراهم کردن تو دل مذاکرات بدونید اینا یعنی چی یعنی آقا ما برجام رو پیش میبریم اما ایران دیگه نباید توانمندی در امنیت غذا داشته باشه که دفعه بعد دفعه بعد نیست چون ممتد همینجور تحریم ها چی شده؟ اضافه شده ببینید الان صحبتی که آی ترام برجام رو نقض میکنه یا نه دیوانه اگه نقض کنه میرین چرا؟ چون اگه نقض کنه ایران میره بیرون ایران هم برمیگرده اونا در هستایاش رو باز میکنه برای خطرناک میشه. چرا باید باز بود؟ همینطور به اسم برجام داره تحریماشو چگاه میکنه؟ ادامه میده ایران هم پای بند به برجام ببین چرا این کار حالا برنامهشون چی بود؟ چند ساله به من منکری نیستم کشور ما نیمه خشکه خشک خشکه ما اصلا الان هم نیستیم ما 2500 ساله 3000 سال همینه به خاطر همین ما استاد حفر قناتیم استاد اینیم که آب از مناطقی که آبخیزه برسونیم به کجا به جای که آب نداره استاد آبخیز داریم ما ایرانیا. درسته؟ یعنی این نیست همه دنیا میدونن اینو معترفن مثلا ما داریم 400 سال پیش در زا... اسوان چنان خوش سالی زاینده رو خوش میشه صدیم نزده بودن که بگی بخاطر صد زدن بوده چنان خوش میشه که مردم کف زاینده رو میگه چاه زده بودن بعد رسیدن بوی آب که بیاد حیوانات متوجه میشن بوی آب حالیشون میشه میگه حیوانات حمله کردن مردم هم حمله کردن تو گزارش تاریخی است با هم دارن دعوا میکنن سگ از تو چاه آب در بیارن کی بوده 400 سال پیش ببین دوره های فصلی چیه خوشسالی حالا یه چیزی جالب شما دیگه چه تبلیغی داره میشه در مورد صرف آب؟ درسته یا نه خیلی زیاد آب هست ولی شنیدید که دارید میگید دیگه آب هست ولی کم هست و نمیدونم چی حالا یه چیزی میخوام بهتون بگم خوب دقت کنید بهتون میگم ته این فتنه چیه من الان سخنی نکردم و... دوستانی که پا برای بنده هستن میدونم سه سال پیش سخنرانی کردم خودم با رئیس وقت صدا ما جلسه گذاشتم گفتم دارید بازی میخوره بهش اثبات کردم ایشون جلو تبلیغاتش رو گرفت موقع به وظیفه من نبودا من هیچ کارم توی مملکت هیچ پستی ندارم مسئول هیچ جایی هم نیستم آزادم از هفت دولت از هیچ جا هم حقوق نمیگیرم حتی از دانشگاه هم حقوق نمیگیرم داستان چی بود خوب بدونید از 100 درصد آبی که آب پشت صد 92 درصدش میره برای کشاورزی میمونه چقدر؟ 8 درصد یه 2 درصد و یه 6 درصد میره برای صنعت و چی؟ مصرف مردمی پس چقدر مصرف مردم کمه؟ خیلی کم حالا 3 درصد سی درصد اون دو درصده شبکه های انتقال آب خرابه یعنی لوله ها زیره زمین چیه؟ پوسیدش یا نشتی داره سی درصدش اونجا میره ما اصلا بگیم شیش درصد در خانگی بود باشه سی درصد شیش درصد میشه چقدر؟ یک سوم شیش درصد میشه دو درصد دو درصدش اونجا داره میره شما وقتی از مردم میخواید صرفه جویی بکنن مردم پنجاه درصد هم که صرفه جویی بکنن بازم دو درصد ما منکر صرفه جویی نیستیم آقا رسول الله میفرما کنار رودخونه میخوای وضو بگیری چه اسراف نکن ببین یه برداشت غلط نشه اما میخوام دنبال اون فتنه هم براتون میگم کلی بین مردم القا شد که آقا آب کم کن مصرف کنه یعنی مردم اگر مصرف آبشون رو نصف کنن فقط دو درصد تاثیر دارن پس چرا این داره گفته میشه القای وحشت و عمومی بین مردم از کم بود بعد مرحله دوم چه که شروع شده مرحله دوم که مردم میدونست 92 درصد مال کشاورزی داره میبره یعنی مردم خودشون در مصرف آب رقیب کی میدونن بخش کشاورزی بعد چیکار کنیم حرفاشو شنیدید ایران نباید مسئول کشاورزی تولید کنه بعد وارد کنه چون آب میبره گرفتی چی شد بله مسئول طرف آیا عراقچی بخش مذاکرات آقا شما آنها سیاسی هستی حالا تو مذاکرات هم اتفاق خاصی کاری خود شما نیفتاد خب حالا اومده ایشون چی میگه میگه ما باید گندم رو از قزاقستان وارد بکنیم جماعتی که تو تحریم ها ما رو تحریم دارویی کردن داروی بچه سرطانی رو نرسوندن غذا رو تحریم نخواهند کرد شک دارید شما در مورد این فهمیدید چی شد خط خبریش از کجا شروع شد خط خبریش آقای بنی صد از سایت انقلاب اسلامی شد اول مزد. بعد کجا رفت بی بی سی رفت بعد چی شد مسئول وقت محیط زیست اینا هم نمیدونن دیگه چهار نفر آدم میان به اینا چیه تحلیل میدن همینجوری میان بلغور میکنه نمیدونن همین خانومه ایشون محکم آقا ما آب کم نمی نفر آب کم هست از آب کمتر مدیریت هست که کم است همین الان در فکر کنم اص... تلویزیون یک برنامه گوش ما رو کانال ما بعد از این ماجرا یک کانالی زدیم به کانال امنیت غذا مساف فودز فقط برای بحث امنیت غذا چه می‌شیم چه فتنه‌ای در حال رو حالا نکته جالب اینجاست که همون 92 درصد هم مال کشاورزی بگید نیست و چی آقا آها اینا آب از صد میریزن بیرون میگن مال کشاورز بدبخته حالا زمین کشاورز از صد چقدر فاصله داره 300 کیلومتر تو راه تبخیر میشه تو زمین میره جکو و میخوره هر چی میشه اینا به پای کشاورده حالا نکته عجیب اینجاست ما نباید انقدر صد میساختیم نصف این صد کافی بود ما تشتکای تبخیر ساختیم آب و پشت صد نگم که بخورشه. باید به جاش چی میساختیم ساختیم کانال های انتقال آب که نساختیم تازه الان من فهمیدم ما اون برهه صد سازیمون بود تو پازل بودیم فهمید چی شد؟ تو پازلشون بودیم پولا رو بردیم سنگ و سیمان کردیم میشه کارش کرد الان؟ رفت تو ست خرابش افتاد دوزاری یا نه؟ یعنی واضح تر نمیتونستم بگم اینا اتفاقات خطر ما هر سال آمار دارم به تو هر سال یک دقیقه یه رزیز فهمش داریم؟

الان هست تو هم گزارش هست که مردم ایران به, قاطی... به آمیختن آرد و خاکره روی آوردند نه هست الان گزارش آوردن ببین الان همین سیاست داره انجام میشه همین الان فکر نکنی الان بگی مردم موقع چقدر پخمه بودن نمیفهمیدن من میگم اوضاع ما خرابتره الان ما باید مردم توجیه کنیم همین الان امنیت غذای ما هدف قرار گرفته جدی صبح و شب مسئول محیط زیست کشور آیه کلانتری که خودش ده دوازده سال وزیر چی بوده؟ کشاورز میشینه پا میشه میگه باید کشاورزی قچ. نه من چی میگم؟ من, مناز... من اینا رو به مناظره دعوت کردم میشه نمیان بنده چی میگم؟ میان من قبول دارم گوجه رو وارد کنید خیار رو وارد کنید کاهو رو وارد کنید به میگن آب مجازی یعنی محصول... من... هندونه رو وارد کن اما گندمو رو بکار جو بکار ذریب خود کفایی اگر یک باشد در هر چیزی یعنی شما می توانید مردم خودت را کامل غذا بده اگر در غذا مثلا ذریب خودکفایی ایالات متحده آمریکا در غذای اساسی غذای اساسی یعنی غلات بعد تازه سلیقه غذای متفاوته مثلا مردم آمریکا ذرت بیشتر استفاده میکنن تا گندم ما بر مبنای سلیقه مردم چی آمریکا ذریب خودکفایی آمریکا جمعیتش چقدر 328 میلیون فکر میکنه زریب خودکفای آمریکا گفتن یک باشه چی یعنی 328 میلیون رو میتونه غذای اساسی خودش رو بده بر مبنای سلیقه و مزاج مردم خودش اگه دو باشه یعنی چی 600 میلیون رو میتونه بده 650 میلیون میتونه بده فکر میکنی زریب خودکفای آمریکا چنده <تصفح> 11 نصف کره زمین رو میتونه غذا بده بعد اونا بکارن ایرادی بری ذریب خودکفایی چین رو ببینید ظریف خود ظریف خود که روسیه رو ببینید برید فرانسه رو ببینید برید انگلیس رو ببینید میبینه کشورهای ابرقدرت و بزرگ در دنیا به هیچ وجه قضاشون دست دشمنشون نمیده بابا دیگه آمریکا انگلیس اسرائیل و من رفتم کار کردم از من جله سر بخار معده که حرف نمیزنم که اسرائیل رفتن وقت گذاشتیم میبینیم گندمش از 12 13 تا کشور دنیا وارد میکنه در حالی که مستقیم میتونه از آمریکا وارد کنه ببین می چرا میگه شرط عقل نیست اومدیم و زد فرض محال که محال آمریکا با ما چپ افتاد چه خاکی تو سر میکنه از یازده دوازده تا کشور دنیا داره گندم وارد میکنه که اگه اینجا خورد اون یکی باشه متوجهید؟ عقل دارن یه چیزی رو به شما بگم هر وقت دیدید مبحثی تو مملکت ما خیلی خوب رسانه شد خوب بین مردم جا افتاد اون کار ما بگید ما ارزه ای کار رسانه ای؟ نداریم مثل فرزند کمتر زندگیه درست یا نه تمام مملکت رو گرفت تازه فهمیدیم چه گندی زدیم چه خرابکاری کرده بودیم الان که درصد رشد اقلیت رو داریم میبینیم الان که برخی از شهرهای ما دیگه نماینده شیعه نمیفرسته تو مجلس الان تازه فهمیدیم داری چی میشه الان که من به شما بگم تموم شد رشد جمعیت ایران تموم بری سخنرانی دو جلسه ی جمعیت حقیر رو گوش کنید به یکی از خودش نباست تو رایفور به تو به من گم به تو چه تو که کشاورزی سخنرانی میکنی به تو چه در مورد جمعیت سخنرانی این به تو چاشو می چیه اثر اون خطر است احساس خطر است که من میدونم بعد در مورد چی سخنرانی کنم بله از کشاورزی من کشاورزی نخوندم اما 6 ماه با دو تا دانشجو فوق لیسانس کشاورزی نشستم گفتم به من بگیدین زبان تخصصی زبان دیگه فهم و شعور میخواد دیگه دو دو تا چهار تا دیگه میخواد غذای خودت رو خودت تامین بکنی کار به اینجا رسید پاورپوینت بنده رو ا... استاد دانشگاه هیئت علمی دانشگاه تهران زنگ زده به ما که آقا پاورپوینت تو میدیم خوب برام ارائه بدم یعنی اینقدر این سخنرانی جامعه بود دو تا وزیر دو تا معاون وزیر جهاد کشاورزی با من جلسه گذاشتن خب یا آقا این خیلی دقیق بود اطلاعات چطور بود سر جمعیت هم اونجا سخنرانی که مفصل بود. آقا تموم شده ما زدیم زیر نرخ جایگزینی نرخ جایگزینی جمعیت 2.1 ما الان یک ایم ما حتی ننه بابا میمیرن بچه جایگزین نمیشه تموم شدیم تموم شدیم آقا این اوضاع قضاست وقتی غذا قضا نداشته باشی میگه میدیدیم مردم همو دارن میخورن گزارش براتون بخونم قهتی در غرب ایران خراسان جنوب همه جا هست من بعضیشون فرصت نمیشه فقط گذرا میخونم مشاهدات سرگرد داناهو این باز یکی دیگه است دنسر ویل نیست این یه سرگردیه سرگرد معمور در ارتش انگلستانه این داره میگه ببین چی میگه 5 آوریل 1918 وارد ایران میشه نخست مشاهداتش اینجا میگه در آن سوی جبهه درباره وخامت اوضاع اقتصاد ایران و کمبود مواد غذایی بسیار شنیده بودم اما اکنون پس از روبرو شدن با این واقعیت هولناک برای نخستین بار معنی کامل آن را دریافتم یه گزارشی که برام میرسیده فهمیده بودم چیه پس میفهمی این گزارشات چیه درست بوده که میرسیده دیگه خبر داشتم گزارشه که گزارشه اطلاعاتی که ارتششون میفرستاده اجساد چروکیده زنان و مردان پشته شده پشت شده یعنی تپه شده میگه انقدر جنازه ریخته که میندازن کنار همدیگه تپه باش درست کردن مثل یه کامی خاک میریزی جا پشت شده در معابر عمومی افتادن در میان انگشتان خشکیده آنان همچنان مشتی علف که از کنار جاده کندن یا ریشه هایی که از مزاره در آوردن به چشم میخورن. لای انگشتاشون علفای خشکو با این علف ها میخواستن رنج, نا... رنج ناشی از قحطی و مرگ را تاب بیاورند در جای دیگر پابرهنی با چشمان گود افتاده که دیگر شبات چندانی به انسان نداشت چهار دست و پا روی جاده جلوی خودروی من نزدیک شد قر... گوش نش بوده قضا میخواسته لا اله الا الله و میخزید در حالی که نای حرف نداشت با اشاراتی برای لقمه نانی التماس میکرد نمیتونست حرف با دستش داشته دهنش باز بسته میکرد در قصر شیرین که توقف کوتاهی داشتیم به سرعت از سوی جماعت گرسنه‌ای که غذا طلب می‌کردن محاصره شدیم زن فقیری با کودکی در آغوش داشت به ما التماس می‌کرد که کودکش را نجات دهیم این گزارش سرگرد مأمور در ارتش انگلیس ساکنانش در مسیر ساکنانش به بد گوش کنید به روستایی میرسن حالا با اسم روستا کاری نداریم میگه ساکنانش به بچه قولهای میمانستند که ماها قحطی آنها را به مشتی گرگ زشت و عبوس و گرسنه بدل کرده است در چشمهایشان میشد برق نگاه حیوان وحشی به دام افتاده را دید وقتی کاروان ما نزدیک شد همه آن... آنها از زن و مرد و کودک گریختند همه جا متروک و ویران شده بود در ادامه در ادامه راه نیز دهقانان ژنده و جولیده ای که همه آثار انسانی در اثر ظلم و گرسنگی از وجودشان رخ بر بسته بود دیدیم که با برآمدن روشنایی روز از زاغه هایشان بیرون میخزیدن تا نخست برای جانشان و سپس برای تک نانی گدایی کنند ما درخواست نخستشان را اجابت میکردیم اما همیشه نمیتوانستیم درخواست دومشان را برآورده سازیم میگه نمیکشتیمشون اما نونی هم بهشون میگه اول برای جانشان گدایی میکردن که کسی نکشدشون دوم برای لغم نانی میگه اول رو اجابت کردیم یعنی نه یعنی داشته رد میشده به این بدبختی انداخته میگه نکشته یه نکته میگه اینا تا کاروان ما رو دیدن گریختن چرا؟ چی دیده بودن اینا؟ بله حتما به رگبار میبستن دیگه حتما بلای سر اینا میده حتما میدونستن که به کاروان اینا نزدیک بشی چی میشی؟ تیکه تیکت میکنن. میگه برای جانشان و نانشان هم جانو میگرفتن هم نانو در هارون آباد بین چی میگه همانند دیگر هم طبقه های خود در ایران گرسنه بودند و دور رو بر آشپزخانه های اردوگاه جمع می شدن و هر تکه غذایی رو که برایشون پرت می شد حریق به حیوان داشتن غذا می‌دادن. میقاپیدند در فاصله میان ماهیدش و کرمانشاه در کنار رودخانه که کنار جاده بود هنگ گرسنگان استراحت میکردند اعضای آن که مردم را پسران بودند تقریبا نیمه برهنه بودند اندک لباسی که بر تن داشتند کهنه پارچههای آویخته بر بدنهای رنجورشان بود و به نظر میرسید همه در اثر گرسنگی و اوضاع جسمی بدی داشتند روشن بود که کار برخی از آنها تمام شده تمام است آنها قادر نبودند کار بیشتری انجام دهند و دراز کشیده منتظر فرشته مرگ بودند که بیاید و به رنج آنها پایان دهد بقیه آنها هنوز ناامیدانه و به ریسمان نازک زندگی آویخته بودند آنها روی زمین کز کرده و از ناچاری مشت ریشه گیاهان یا علفهای دروش را گاز میزدند تا شاید بر رنج دهشتناک گرسنگی تمام ناشدنیشان فایق آیند اندک آن طرفتر از گروه اصلی گروه کوچکی بودند که نوهای جانگدا زیر لب زمزمه میکردند آنها مراسم تدفین مردی را برگزار میکردند در اثر قحطی مرده بود جسد را برای دفن آماده میکردند و پیش از آنکه او را به خاک بسپرند در رودخانه ای که آب شور به روستای مجاور را تامین میکرد غسل دادند ما میان قربانیان رنجور قحطی مقداری غذا تقسیم کردیم همه کاری که میتوانستیم انجام بدهیم همین بود آنها تشکر کردند یکی از آنها میگفت با پنج نفر دیگر از همدان که روزانه صدها نفر در آنجا میمیرند بیرون زده به این امید که از مرز بگذرد و به خانقین یا قزل ربات برود این لب خانقین اون طرف همینجا که هم زلزله اومده ببرم اومده میخواستم برم سمت عراق در آنجا در گروه کارگرانی که برای انگلیس ها کار میکردن کار و غذا پیدا کنن او تنها بازمانده آن شش نفر بود از شش نفر چی؟ یکی مونده بوده آمر انگلیس میخواد رو بتونه از بین نهرین بتونه برسونه به ایران برای همون اون موقع داره روی جاده چی؟ کرمانشاه کار میکنه که راه باز بشه سریع بتونه میگه تنها جایی که تو میتونست غذا پیدا بکنی چی بود؟ بری برای اینا کارگری کنی کارگری کنی چی بهت میدادن؟ فقط غذا. همه دارن گشنگی میمیرن بیل بزن جاده رو صاف کن نون بهت بد بدن بخوری اینا یه همچین حرامزاده هایی هستن بعد اون زنی که وندی اومده میگه جن مردم ایران مشکل داره <laughs> ژن شما آنگل ساکسوناس مشکل داره خدا شاهده مثلا ماجرا همدان رو توضیح میده بذار بخونم یه تیکاشه هی فینا نخونیم در حالی که مرگومیر در اثر گرسنگی در همدان رو به افزایش بود قیمت نان که اساسی ترین و بی تردید تنها غذای فقرا شهر بزرگ همدان هر من 14 قران یعنی 10 شیلینگ برای کمتر از 7 پوند بود و با وجود مخلوط کردن آرد با خاکره یعنی قیمت ها باز هم به جای کاهش رو به افزایش میگذاشت. در ششم می مکداول کنسول بریتانیا در همدان بر اساس آماری رسمی شمار قربانیان قحطی را رو روزانه 200 نفر اعلام می‌کند. می روزی 200 تا همجوری در گشنگی می‌میرند. همدان شهر وحشت بود. اجساد دفن نشده قربانیان اعم از زن و مرد و کودک در خیابان‌ها و اطراف مقرهای انگلیسی‌ها ریخته بود. یکی از پیشنمازهای همدان که برای اجرای مراسم تدفین مردگان مختصر پولی به او میدادن میگفت در نیمه اول ماه مه روزانه 160 مراسم تدفین برگزار کرده است یک روحانی یه آخون روزی 160 تا چی؟ نماز میت خونده اون همه روحانی اون همه چقدر بوده پس آمار اصلیه مرگومیر بازماندگانی که گرسنگی آنها را به پوست دستخان تبدیل کرده گیاهخوار شدند و علفهایی روی زمین را مانند حیوانات میخورند به تجربه ثابت شده که تغذیه به این شک در یک دوره کوتاه مدت میتواند همانند نخوردن غذا کشنده باشد یعنی چون بدن عادت نداره دیگه اگه شما اگر انسان به یک بار رژیم غذاش تغییر بده بدن عادت نداره بتونه آداپته کنه خوش مرج مرگومیر میشه مثلا یک از دوستان ما توی ارومیه است از کردای اهل سنت منطقه شوت و چالدوران و اونوراست میگفتش که از سمت سبزوار و نیشابور و شاهرود و انوار میگفت برای ما گوسفند می چون اون طرف منطقه کبیریه میگفت گوسفند که می آوردن میگه ما یه دو سه تا کامیون حالا به تعداد گفت من یادم نیست گفت با تریلی آوردن اینجا خریدیم از اونو گفتیم ولشون کردیم فرداش اومدیم دیدیم 90 درصدشون مردن به علف اینجا عادت نداشتن خورده بودن مرده بودن اون علف ندیده بودن دیگه جب گرفته بود و خدا رو <applause> بله اینجا خیلی دردآور میشه داناهو ببین چی میگه میگه اما حوادث بدتری در راه بود این خوب گوش کنید مردم گرسنه که رنج بی آنها رو به جنون دوچار کرده بود به خوردن گوشت یکدیگر روی آورده بودن آدم خوری جور است که تاکنون در ایران ناشناخته بوده کسی آدم نمیخورده میگه برای این در قانون ایرانی ها چیزی وجود نداره نمیدونه نفر که آدم خوری کنه و چیکارش کنن چون هیچ وقت ایرانی ها آدم خور نبودن از این رو مجازاتی برای اون در قوانین این کشور وجود ندارد مجرمین اغلب زنان هستند و قربانیان کودکانی که از جلوی خانه‌هایشان روبوده می‌شوند یا در شلوغی بازار قاپیده می‌شوند مادران از اینکه برای گدایی تکنان نوزادشان را تنها بگذارند می‌هراسند زیرا ممکن است در غیبت آنان کودکانشان روبوده و خورده شوند هرگز نتوانستم در کوچه و بازار و معابر باری و ناهموار این سرزمین گام بردارم بی آنکه وحشتی بیمارگونه نسبت به دیدن این همه بدبختی احساس کنم کودکانی که پوست و استخوان بودند دور آدم جمع می شدند و برای لغم نان یا پولی که بتوانند با آن نان بخرند التماس میکردند و هنگامی که چند پول سیاه به آنها میدادی این فکر رنجش آور را از ذهن بیرون کنی که شاید سرنوشت آنها هم دیر یا زود سر آوردن از درون دیگ قضاست بعد اشاره میکنه در یکی از استانهای غربی ما روزنامهش پیدا کردیم که یه دو تا زن دو تا بچه رو بردن خوردن مردم اینا رو گرفتن نمیدونن چی کار کنن ببینید اینا با تو روزنامه خودمون هست خبرش ها یعنی دقیقا جوره یعنی دقیق این گزارش ها روز بعد هم در هشتم می بود مورد هولناکتر دیگری از آدمخوری کش شد دو زن مادر و دختر با دستان خونالو دستگیر میشوند آنها دختر هشت ساله ای رو کشته مشغول پختن جنازه بودن که نظمی مانع از مقدمات این زیافت می شود. قطعات نیمه پخت باقی مانده در یک سبد ریخته شد و گوری از شکم سیر و خشکین مجرمین بیچاره به مرگ تهدید کرده بود تا مقر نظمی همراهی میکنن روز بعد آن دو زن اعدام می شود. بعد همین گزارش ها در مورد آذربایجان خب که من دیگه چون فرصت نیست نمیخونم میگه تو آذربایجان همین گزارش ها در مورد چی مشهد در مورد بازار ارومیه داره میگه میگه که روسا اومده بودن اونجا این اینا بخونم میگه در ماه ژوئیه در پی اقدام وحشیانه چند سرباز روس هیجان و التهاب شهر را فرا گرفت ارزش روبل که پیوسته در حال کاهش بود تقریبا به هیچ رسیده بود گوری از سربازان روسی خشبی از اینکه با پولشان نمیتونن چیزی تهیه کنن در اثر برخورد چند تاجر بازار از کوره در رفتن و در بازار آتش افکندن به زودی آتش همه جا را گرفت و تقریبا تمام بازار سوخت برای ما که ویرانه های دودالود را تماشا میکنیم صحنه فراموش نشده یه نامه خانم وایلدر پی آلیس این فرستاده این یه سند است اول اکتبر 1917 با رسیدن زمستان جمعیت مردم گرسنه در که در میدان شهر ما جمع شدند، شدن انبوه زمستان سختی در پیش است قیمت غله پیوسته از این برداشت به آن برداشت افزایش می‌یابد قیمت غله در آغاز بالا بود و اکنون به قیمت‌های زمان قحطی رسیده اکنون قیمت‌ها 50 درصد بالاتر از قیمت‌های همین فصل در سال قبل است قیمت گندم 5 تا 6 دلار برای هر من بوشل چیه نمیدونم چه واحدیه و روشن است که بیشتر هم خواهد شد اگر کمک نرسد قحطی تنها اتفاق پیش روی پناهندگان کردها و مسییان است چون ارومیه رو داره میگه دیگه اونجا هم کرد داشته هم ارمنی داشته مسیحی داشته بسیار از مسیحیان و مسلمان ساکن این شهر نیست تنها با کمک دوستان همسایگانشون تامین یک تو مناطق میگه که فعالیت میسیونری داشتن آمریکایی اول در ایران مدرسه اومدن زدن فعالیت مسیحی کردن تو مناطق ارمنی نشین رفتن تو اصفهان تو جلفای اصفهان نمیدونم تو هم یک سری نامه ها رو این کشیشا نوشتن باز یک نوع سند چیه دیگری است خب کشیش فردریک جیسا میگه که شرایط در اینجا بد است و بدتر هم خواهد شد فعلا که مشکل نان بسیار جدی است و از باران هم خبری نیست بنابراین چشمانداز کاشت هم بد است کسی نمیداند مردم زمستان چگونه باید سر کنند از این روی نگرانی هست که پیش از رسیدن بهار اوضاع بسیار بدتر شود از ارومیه و ساواج هم همین گزارش ها رو دریافت کردیم شنیدیم که در آنها حدود در آنجا حدود 40 هزار زن و کودک کرد در وحشتناک ترین شرایط به نه این هم محبوده. اونجا هم اسمش بوده خوب دقت بکنید بعد من رفتم اسناد اون طرف رو پیدا کردم دقیقا اونجا هم داره میگه که چل هزار تا زن و کودک کرد اونجا تو یک جای جدا زن دارن زن نگی کنم دارن میمیرن به شیعه و سنی هم رحم نکردن همه رو قتل هم کردن یه قتل هم شیک و بعد جالبه توی بقید. این چیکار میکنه میگه سال اول اینا گرسنه بشن دقت کنید میگه این سال اول چه نکته عجیبی رو میگه این چقدر دقیق بوده برنامه اینا میگه ایرانی ها وسیله رفت و آمدشون ماشین نیست اون موقع اینا نظامی بودن کامیون داشتن میگه اینا از حیوانات بر رفت و آمد استفاده میکنن اینا گرست نبشن حیواناتشون رو سر میبارن میخورن وقت این باعث میشه اگر یک جایی هم کم بوده غذا باشه دیگه نتونن چیکار کنن؟ از جای دیگه بیارن ببین چقدر دقیقه کار یعنی میشینن قشنگ فرو چارتش رو میچینن آقا همین الان در برام این کار میکنن خب ایران از کجا درآمد داره نفتش خب کسی نفتشو نخره چی اگه حالا اینقدر. یا اینقدرش پس نخرن اگه ایده هم خریدن چی پولا نتونن بگیرن ببین دقیقاً همینا سرمون نمیاد همزمان باید چیکار کنیم ارزش پولشون هم بیاد پایین این کارا نمیکنن دقیقاً داره همین الان انجام میشه خب اینا ها چی میتونن خودشون دفاع کنن اینا هسته دارن ببین اینا 20 درصد غنی کنن اگه 20 درصد یه بار دیگه بره تو چرخه میشه بالای 90 خورده درصد همون میزان غنی که برای چی بمب لازمه اگر ما باشون جنگو شروع بکنیم چون ما بمب اتم داریم قطعا ایران توجیه منطقی داره برای اینکه بره به سمت سلاح هسته ای باید قبل از حمله امکان دستیابی به سلاح گرفته بشه فاتحه دو یه چیز دیگه هم الان دارن موشک این هم باید یه جوری بگیرم ازشون آه الان من اینا دارم برای تو خواب و خیال تعریف میکنم جوک دارم میگم چهار سال داریم داد میزنیم تلویزیون که ما را نمیدونیم بریم حرف زمین حرفون به مردم برسونیم بعد بلنشیم این هیئت اون هیئت این دانشگاه اون دانشگاه این شهر اون شهر شدی مارکوپولو به خدا بوشه ایلام سبزوار شیراز اصفهان این شهر اون شهر این کار از اون برمیاد بعد همینا باز همینا میگن تلویزیون خوب اخبار انتقال نمیده این تلویزیون که صبح تا شب فقط داره مطابق سیستم دلخواه مدل شما کار پیش میره آیا و جلسه هیئت دولت باش دعوا میکردن که چرا دیروز گفتگو میشه خبری یه نفر اومده برجام نقد کرده چی میگی شما سر ب... با... که بودجش دست دولت باشه همین میشه دیگه هیچ وقت نمیتونه امر معروف نهی از کنه هیچ وقت نمیتونه مطالبه گر مردم باشه چون نونش جای دست دیگه صدا سیما که 50 هزار نفر حقوق بگیرش بعد اونجا پول بگیرن 50 هزار تا کارمند و بازنشستش ماهی چند میلیارد میشه زبو تقسیمش با خودتون این میتونه بیاد بره مطالبه عمومی بکنه والا به خدای چیزای میگن نمیدونم خیلی حرف هاست نمیتونم بزنم به قرآن قسم به همین شهیدهایی که این جلسه ها به اسمشون داره برپا میشه قسم خیلی حرفا من ده درصد حرف هم, هم تا حالا نزدم قسم خوردم به لحاظ اهمیت ده درصد حرف ما نزدم طرف تو خاطراتش یه ماجرای نقل کرده الان الان یه کاره یه تو من کرده خاطراتش یه ماجرای نقل کرده ما رفتم خاطراتش خوندم حالا چه کنیم که ما اسناد لانه جاسوسی رو هم خونده بودیم بعد میبینم این بخش از خاطراتش با اون بخش از لانه جاسوسی جوره جوره که اصلا خود ما ماجراست مثال میزنم که حالا چیزی هم نشه مثلا طرف گفته من امروز این ساعت رفتم لواسون با اتفاق آقای ایکس خب با اتفاق آقای ایکس رفتیم لواسون سخنرانی رایفی پور دیگه معلومه دیگه جلسه سی دی رایفی پور مثلا ده تا رایفی پور ندیم تو لواسون بعد همین بابا این بعد میره خاطرات بعد میره اسنادو میخونی اسناد ساواکو میخونی اسناد لانه جاسوسی میخونی میبینی نمیشه که عامل ما با آقای ایکس با همدیگه رفتن سخنرانی رائفی پور تو معلوم عامل کیه دیگه <applause> بعد کاره یه طرف یا ما چلاغ بودیم فقط بریم فراماسونی تو خارج گیر بیاریم نه چیزی که دم دستره که فردی مادرش جزء فاحشه های شهر نو بوده اونجا با یه بابای دیگه ازدواج میکنه چند تا بچه دار میشه بابای مرتبط با فلان شبکه جاسوسیه قبل انقلاب اینا همش بعد بچه راه بابا رو را ادامه داده از یه جاهایی سر در میره بابا اسناد کودتای 28 مرداد هنوزم که میدن بیرون یه سری اسمار خط میگیرن بود یه مردن دیگه اینا نه بچه هاشون هستن فهمی چی شد؟ نه چه حس بفهمیم آقا با یه نفر دو نفر مردم بب... چرا این نظام تا الان موتورش نایمده می چرا؟ برای اینکه ببین اینا مثل موریانه هستن اما اگه مردم توجیه باشن اینا هیچ غلطی به خدا نمیتونن میکنه. مردم توجیه باشن بفهمن امنیت غذایشون براشون مهمه یه نفر برخلاف این حرف بزنه چیه اصلا خائنه اصلا نمیگیره حرفش به مردم بفهمن امنیت نظامیشون چیه براشون مهمه هر کسی حرف بزنه گیره هیچ نمیتونه برای همین میشه یا شهید مدافع حرم ما رو میارن از چپ و راست و بالا و پایین و همه مردم میریزن برای استقبال برای چی برای اینکه همه میدونن امنیت نظامی چقدر مهمه امنیت جانی چقدر مهمه همه داعش شده دیدن کور که نیستن که برید مردم رو روشن کنید برعکس این اسم گفتن اون اسم گفتن اینا هیچ فایده که نداره ماجرا رو اینا بلدن چیکارش میکنن سری سیاسیش میکنن سیاسیش میکنن در میره الان یه شد چهار تا تجمعات شد تجمعاتی که اصل ماجرا بر حقه یارو داره میگه بابا تو این وعده دادی چی شد نباید بپرسه میگه با رفتن تو بانک پول گذاشتم چی شد میگه من چیه میدونم وقتی کرکره این بالاست یه دست فروش نمیتونه روی باید یه دست فروش فردی به دست فروشی آخه به این مثل عقاب میریزن بالا سرتون یا نه سه طبقه زدی تو بهترین جای شهر پنجا تا شعبه ست تا شعبه داری تو همه جا بعد رئیس جمهور محترم اومده میگه مردم پولشون رو تو این صندوقایی که غیر معتبره غیر معتبر یعنی چی این که هر م... معلومه 24 درصد بده دیگه 23 درصد بده پولام میارم اونجا میذارم میام مورد تایید جمهوری اسلامیه معلومه این کارو میکنم معلم بودم ارتشی بودم پستار بودم کارمند بودم هرچی چی بودم بازنشسته شدم 5 میلیون من پول دادن اون از اونجا فردا سودشو بگیرم اگه بده برید برخورد میکنم که سود ندید وقتی هست یعنی چی میگم یه دستورش باشه برخور میگم سه طبقه ساختمون چه ساخت برج داره من میگم پولات اینجا خب پولش الان پریده رفته بدبخت بیچاره چیکار باید بکنه 100 میلیون پول داشته اونجا سی میلیونش بهش دادن گفته بقیه‌اش کو گفته رو سود گرفته بوده اینجا برو با خب کارت بود خب این نگاه کنید حالا تو این وسط چهار تا آدم هم اومدن حرفای نسنجیده زدن توهین به مقدسات کردن به ملیتمون کردن اصلا کل این تجمعات که ذاتش چی بود درست بود تبدیل شد به چی مسئله امنیتی خب معلومه ما خود من خود منم میگم آقا جمع کنید وقتی ببینیم دیر امنی امنیت هم از بین تو این بیر هم امنیت هم از بین بره دیگه چه درد من میخوره ما بعدین بچیم اصلا تفکیک کنیم یه سخن یک چیزی تو کانال وایس تو کانالم گذاشته هشت ماه پیش بنده سخنرانی کرد یعنی هشت ماه پیش کلیپ و بچه های درست کردن تو کانال گذاشتن فکرم سخنه مالی یه سال پیش بشه برید گوش کنید دیگه من که نمیتونم زمان رو به گذشته برگردونم برم تو گذشته یه چیزی تولید کنم که انا رو کانالمونه هم. همین الان کانال مسافیران کانال ماه بقیه کانال مال ما نیست اگه جای دیگه دید. به اسم ما میذارم مال ما نیست کانال ما مؤسسه ما مساف ایران مساف اسم مؤسسه ما پشت سرش هم ایران ادساین مساف ایران بزنید میاد تو اونجا میگم آقا یه مثلث منافقین تکفیری ها و آمریکا و انگلیس قرار داخل بریزن به هم منتها من تفکیک میکنم اون را از خواسته های به حق چی مردم یعنی دو تا گروه نگاه الان غلطه بیا کلا بگین کار چی هاست. خارجی ها غلطه یه کاری هم بگی چی همش مطالبات مردمی بوده اصلا دست خارجا در کار نبوده هر دو بی خوده اونا اومدن از این بستر چیکار کردن سو استفاده که ما مر... طرف میگه با آقا بیاد مقابله کنیم با گرونی چرا به اسلام فوش بده بگه نه قرآن نه اسلام نه قرآن جانم فدای ایران و... مگه ایران با قرآن مشکل داره مگه تا الان والله تا اونجا که ما میدونیم ایران و قرآن نه حفظ کرده اگه همین قرآن و اسلام نبود که الان تو به بابا به جای بابا به بعد میگفتی صدام سه روزه قرار تهران که کی رفت جلوشو گرفت همین بچه مسلمونا بودن والا سربند یا زهرا یا مهدی اینجور چیزا اسلام حفظت کرد که اون که حدم از اسلام نمیزد اون میگه عرب فارس روزنامه تایمز آف اسرائیل نوشته ایرانی ها پس از کروش و داریوش بعد از 2500 دو سال دوباره به مدیترانه رسیدن یعنی همون الگوی اون خاست کروش داریوشی تو هم کی بزر... درستش کرد دوباره بعد 2500 دو سال اونی که اسمش امروز مدافع حرمه همین فکر بکنیم اینا بعد اصلا تفکیک کرد فصل پنجم تو این کتاب خیلی نکته جالبی رو جمع کرده میگه که محروم کردن ایران از قضا خرید مواد قضایی توسط خود اینه انگلیس از واردات مواد غذایی از آمریکا جلوگیری میکنن مواد غذایی داخل را میبرن به عراق یا میبرن به باکو به جنوب روسیه اطلاعات مفصلی هست که مثلا انگلیس ها تو گیلان خریدن و بردن ببین من مثلا برخشو برای میگم یه اداره درست میکنن به اسم اداره منابع محلی بین نهره در مدت 18 ماه نخست فعالیتش 500 هزار تن مواد غذایی تو ایران خریداری میکنه برای بیرون 500 هزار تن این جون چند نفر میتونسته نجات بوده یعنی قضیه بود تو ایران بود جمع میکنم میبرن خرید مواد غذایی در شرق ایران مثلا ماجرای مشهد و آذربایجان که نگفتم خیلی طولانی میشه میبرنشون کجا به جنوب روسیه سمت ترکمنستان تو جنرال دیکسون یه کتابی داره نتیجه تر کتاب نتیجه خرید قله از توی انگلیس ها افزایش شدید ارزش پول ایران و کاهش ارزش لیره استرلینگ بود میگن ارزش پول ارزش پول ایران رفته بود بالا این نتیجه این بود که ما تون تون داشتیم قله می خریدیم تو اونجا گوش کنید خیلی جالبه دن سرویل میگه که یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار می گرفت مشکل آزوغه بود نیازهای خودمان قابل توجه بود و باید خودمان را هم برای آن تعداد از نیروها که ممکن بود به این قسمت اعزام بشن از قبل آماده کن می نه تنها برای نیروی خودمون خریدیم نه تنها بیرون فرستادیم گفتیم شاید یهویی بخوان اینجا نیرو اعزام کنن ما از الان باید قضا چیه آماده داشته باشم میگه شروع کردیم به احتکار کردن خریدن و انبار کردن با اسلحه هم ازش دفاع مردم نداشتن نزدیک بشه بارون می در بهبوهای قحتی هولناکی که این اینک در اوج قرار داشت نمیخواستیم آذوقه را از کشوری تهیه کنیم که غذای در دسترس مردم گرسنش باز هم کمتر میشد. اما به زودی اطلاعات دقیق درباره مشکل آذوقه به دست رسید و دریافتیم که قله و علوفه کافی البته نه به وفور برای همه وجود دارد. ببین اینجا داره میخواد با وجدان خودش بجنگه. میگه نه غذا زیاد بود تو ایران، و همون خریدیم. اما صرفا به خاطر تامین قیمت‌های بالاتر قله و علوفه احتکار شده است متاسفانه به هر حال در اثر خریدهای کوچک ما قیمت باز هم بالاتر رفت و هر افزایش جزئی به معنای مرگ بسیار از افراد بود خودش داره میگه میگه ما هر چی می‌خریدیم یعنی تعداد بیشتری باز بمیره اعترافات انگلیسی ها به خرید قله تو صفحه 62 این کتاب دانسترویل 62 و 64 کتابش میاد میگه که ما به قیبتهای های خوب پرداختیم. این نامه ایشون 5 هز می 1918 از همدان مینویسه میگه قحطی در اینجا اسفناک است ما محصول را 40 تومان میخریم و امیدواریم مقداری هم کمتر از این تهیه کنیم چند مورد آدمخوری در شهر رخ داده است هر روز بسیاری میمیرند و بسیاری در حال کمک رسانی مرد اکنون برفا آب شده و بهار آغاز شده است مردم میروند بیرون و مثل گاو در مراتع می‌چرند. کنید جالبه تو گزارشش اومده که دولت ایران تلاش میکرد جلوی خرید منابع قضیه توسط انگلیس‌ها رو بگیره. اون مسئول منصف ما اون موقع اون آدم اونایی که وطنشون رو دوست داشتن مسلمان بودن یه دیم گفتن بابا اینا تو این هیروبیت چرا دارن میخرن از نامه میزدن به شهرداراشون به فرمانداری به حاکمان ولایتاشون که آقا نه انگلیس ها اگه اومدن با تاجرا بگه نفروشن به اینا ببین چی من تنها میخواستم نیازهای خود رو تامین کنم بلکه قصد داشتم مقداری هم برای نیروهایی که باید سرانجام این جاده رو طی می‌کردن ذخیره کن اما اوضاع قطعی دست و پای مرا بسته بود از سوی دیگر با مقاومت مقام‌های محلی روبرو بودیم که از دولت تهران فرمان گرفته بودن تا مانع از دسترسی انگلیسی ها به هر گونه منابع غذایی شوند یعنی دولت هم فهمیده بوده اما کاری از دستش بر نمیده را میرفتن و سخوش میچرخیدن با نیروی نظامش آدم به رگبار میبستن گمرکات دستشون بوده محمولای به رو تفتیش میکردن بعد خود دن سرویل خودش افشا میکنه میگه تمام خطوط مخابراتشون که اینا بر هم دیگه میفرستادن همه رو شونود میکردیم ما میدونستیم چه فرمانی رسیده میدونیم میخوان چیکار ما از قبل آماده بودیم اونا بالا مگه مذاکراتو شونود نکردن همین های دوری که دستگیر شد با ساعتش قبل از حاضر شدن در جلسه اونجا که با های ظریف و عراقچی و تخت روانچی نشسته بودن صحبت میکردن که چیکار چیا بگیم اول با ساعتش ضبط میکرد میفرسته در انگلیسی ها انگلیسی ها میدونستن ایرانی ها موقعی که میخوان اینجا حاضر بشن چی ها میخوان بگن همین بابای که الان دستگیر شد بزر... مدال چیزام هم گرفت دیگه ایشون مدال خدمت و اینجور چیز هم بشت دادن تا سکه بهار آزادی هم بشت داده بودن دیگه کرده که نه... ایشون اصلا جاسوس نه بود. ب... قوه قضایی همجا علیکی خنده انداختش زندان دیگه همین توی مملکت ما نمیشه با مفاسد برخورد کرد تا میخواد با مفاسد برخورد بشه ماجرا چی میشه سی یا اینا گرفتن چون فلان بود اونو گرفتن چون به همان بود من نمیگم نیستا اصلا منکرش نمیشم بگم اصلا نیستا انصاف دارم اما من خودم میگم که حکم همچین آدم خیلی کم بود 6 <applause> سال خیلی بله حالا بحث شده که میگن حالا چون اینا رسانه شده میگن میگن آیه نهاوندیان معرفی کرده بود رو به آی سیف به خاطر آی آیه اجیس پای اسم این دو نفر رو وسط کشید دیگه تون کنفرانس خبرش گفتش که حالا بعد بعدا بررسی بشه که چرا یه آدمی که مشکل دار در رو معرفی کرده اون میگن چرا شما همش ب... سخت میشه کار دیگه نه هی بابا <applause> اکنون آزوغه رو را راحت تر میتوان تهیه کرد و کاپیتان کمپل گوش کن،, دلش کن افسر خرید قادر است گزارش کند که آزوغه به میزانی رسیده است که چشمانداز هر بحران دیگری را بسیار دور می‌کند میگه انقدر آزوغه خریدیم برای نیروهامون که امکان نداره تو این بحران ما بلای سرمون بیاد میگه انقدر خریداری کردیم حتی اگر آزوغه همیشه با آسانی دستیافتنی حتی نباشد ما میدانیم که های گندم احتکاری کجاست و تنها لازم است نیروها بر واگذاری آنها به قیمت خوبی اصرار برزن میگه تو این وسط هم اون, اون پدر های داخلی که تو همین دلی که مردم تحریما قیمت میبرن بالا اینا از اونها اون موقع بوده میگه بعضی از اونها هستن احتکار کردن ما آمار همه انباراشونو داریم مردم ندارن و مردم میدونستن حمله میکردن دیگه کسی اینجوری گرسنه است آدم میخوره حمله میکنه بیرون شهر جای پیدا میکنه قایم میکنه میگه ما میدونستیم همه اینا رو داشت. بنابراین به استثنای جیره گوشت خوک و مربا که براشون از اونور میفرستادن میتونه آذوقه شمار زیادی از نیروها رو بدون مشکل تامین کنیم همینجا با خ... با آذوقه خود ایرانیا نامه 5 می از همدان تفسیر بیشتری نمی نویسه میگه با وجود این وضعیت منا... منابع بسیار خوب است و من توانستم نان و گوشت یک تیپ را میان اینجا و منجیل فلواقه تامین کنم میرفتن شهرهای دیگه میخریدن قیمت ها در قزوین تقریبا برابر همدان است اما تامین و تدارک آذوقه سخت نیست داناهو یه چیز میگه اینو گوش کنید میگه که رئیس میگه ما رسیدیم به آذربایجان رئیس ایل افشار و اونجا فرد بود به اسم جهان افشار امیر افشار میگه ما رو دعوت کرد تو خونش خوردیم خوابیدیم پذیرای خوبی هم از ما کرد و فلان بعد میگه که با این وجود میگه که دانا میگه که من امیر رو خیلی قابل اعتماد نمیدونستم در تمام مدت در تاریک روزهای قحطی او به خوبی اداره تدارکات انگلیس رو از نظر قله تامین کرد و البته با قیمت مناسب نیست هم گرفت تو 31 می انگلیسی ها میرسن زنجان رو تصرف میکنن حمله میکنن تو زنجان ببین چی میگه 24 هزار سکنه شهر و 24 هزار نفر جمعیت داشت اون موقع همه فرمان در یک لحظه ما خود را داناهو میگه خود را پرتاب شده بر روی زینها دیدیم و با یک هورای انگلیسی وحشیانه که مردم خابالود را خودش میگه انگلیسی وحشیانه خابا در بسترهایشان تکانداد شبانه از پل سنگی روی رودخانه عبور کردیم و وارد زنجان شدیم با اینکه ورود ناگهانی ما عثمانی ها را شگفت زده نکرد اما حقیقتا ساکنان زنجان را تکان داد پریشانی آنها را در بر گرفت در بازارها زنان و کودکان از دسترس ما میگریختند و دکانداران دست و پایشان میلرزید و دست و پا گم کرده در دکانهایشان تخته کرد میکردن. تو تو پایانش می نفسه. به یک بار در دوکان در دوکانا بسته شد و به عنوان نشانه کوچکی از مهمان نوازی بومی و به افتخار ورود ما تمام قیمت بازار بلا فاصله با رضایت همگان 100 درصد افزایش شد ما ریختیم اونجا این وحشتی که به وجود آوردیم مسخره داره میکنه یه با رضایت همه دو برابر شد 100 درصد افزایش دو برابر دیگه کاملا بعد میانه رو میگه توهین میکنه به مردم میانه این بیشرف میگه وقتی کمیسیون خرید نظامی بالاخره از زنجان به میانه رسید خرید و جمعوری قله رو آغاز کرد شروع کرد تو زنجان حمله میکردن میگفتن و قلتون بفروشید آشغال میدادن دیگه پولی که هی ارزشش داشت میمد از اون صدفا داشتن بهشون میدادن اینجوری اینجوری فکر کن جمعور قلا و دست به اقدامات غیر عادی زد در آنجا دو سنف تاجر و کار وجود دارن آنها همواره تلاش داشتن با دغلکاری هرچی بیشتر نصیب خود از پول انگلیسی ها بیشتر کنم یه ما دوستشن بیشتر به ما گرونتر بفروشن با اینکه خوشایند نیست اما ذکر این نکته ابدا دور از عدالت نیست که بگوییم این شهر به نسبت جمعیت خود بیشترین درصد دقل کاران افسار گسیخته را نسبت به هر شهر دیگری در تمام ولایت آذربایجان داره توهین میکنه به مردم میانه و چیزایی میگه که لایق خودشونه و ملکه خبیثشونه دانه ها گزارش میده 8 سپتامبر 1918 قبل از ترک میانه اینجاش خیلی دردآوره نگاه میگه تمام ذخیره گندم و جوی که در میانه در حال تهیه بود قبل از تخلیه معدوم شد مطمئنش چی شد؟ یعنی گندم و جوی که همونجا خریدن قبل از اینکه از شهر برن ببین چیکار کردن؟ آتیشش شدن این،, این, یعنی چی؟ و پس قراولان بدون مزاحمت از سوی ها و همپیمانان جدیدشان یعنی میانه ها میانه ها چون احتمالا ترک بودن با اسم... جلو انگلیسی ها گارد گرفتن میگه که اونجوری که با عثمانی ها اینا مثلا خوب بودن با ما نبودن یعنی میانه ها که هر ساعت دشمنی خود رو با انگلیسی رو از میدان به در شده بیشتر نشان میدن از, از اونها کجا عبور کردن خب ببینید اینا جنایت جنگیه یعنی همین الان تو هر دادگاهی انجام بشه که تو اصلا اضافه قضایی شده سوزوندی معدوم کرد که مردم چه گرسنگی بکشن قیمتا رو هم میگیم ریختیم اونجا که تو صد, برابر، صد درصد افزایش شده دو برابر شده قیمت اینقدر زیاده ها من دیگه موارد متعدد میتونم بگم که میگه ما همش میخریدیم تو بوشهر هم داریم موردی که میگه که انگلستان با آلمان در جنگ است تریرام 1915 کنسول انگلیس در بوشهر به حاکم کازرون می میگه انگلستان با آلمان در جنگ است و نه با دول اسلامی و این امر با اجازه دادن به ترکیه برای به دست آوردن حجم زیادی از ایران و دیگر نقاط اثبات کرده است خب نشریه ستاره ایران در 28 سپتامبر 1917 افشا میکنه که انگلیس ها از همان آغاز در جنوب ایران به خرید قله مشغول بوده اند. داشتن. این بازی سندی از مامورین همین انگلیس در نقاط مختلف جنوب تا جایی که میتوانند مشغول خرید و انبار مواد غذایی هستند. هر جا که انگلیسی ها وارد میشوند نظم حاکم بر آنجا آن شهر به هم میریزد. در تمام نقاط مختلف جنوب پلیس جنوب پلیس جنوب ایران چنان میدونید اینا پلیس جنوب درست کردن انگلیس دیگه نیروی نظامی در جنوب. اوزای به وجود دیگه کسی در اونجا خدا صاحب جان و مالش نه میگه هر جا انگلیس ها وارد شدن قیمت چند برابر میشد می خریدن همه این روزنامه خودمون داره میگه مردم چی می دیدن دیگه موارد متعدد من برم جلوتر به موارد دیگه براتون کوتاه شد که اواخر ارزمه دیگه نم گفتم چون موارد متعدده چون هیس این مثال دیگه اگه طرف میخوام سندا رو بگم از یه طرف هم اگه گفتن میگن مستند حرف نزن بخوام بگم از یک 10 ساعت حرف بزنم میگم وقتتون میگیره جالب نامه سفیر ایران تو واشنگتن آقای میرزا علی قلی خان نبیل و دوله نامه زده و گلایه کرده از بلایی که انگلیسی ها دارن تو ایران سرمونه جالب ما داریم کارمندای وزارت خارجه کارمندای وزارت خارجه هم درخواست کردن که اینقدر درصد از حقوقشون رو دولت نده چون خبراش میرسیده مردم ایران دارن چی میشن بده برای مردم بره غذا بخره یعنی این, این کارو که دست ایرانی شریف داشته برمی اومده این طرف نامه نوشتیم که آقا اینا ما رو بیچاره کردن دیگه دیگه نمیتونیم کاری کنیم نمیشه کاری کرد مگه ما الان بیطرفی نکردیم تو جنگ اینه در مقابل اینها بی‌طرف هم باشی میزنند فقط باید قدرتمند باشی باید ازت از از مثل سگ بترسن باید ترس از سیلی داشته باشن امروز شما دیدید که یه نکته ظریفی در صحبت رهبری بود اونم این که این کارهایی که شما درست کردین چند وقت تو مملکت موجب چی شد خسارات شد که حتما جوابتون میدیم تقاس پس خواهید داد خب ایشون قبلا هم گفته و گفته بود که دوره بزن در رو تمام شده است گذشت اون دوره‌ای که مملکت ما اینجوری توش تاخت و تاز میکردید. الان هم کل مشکل اینا با ایشونه همین چی شد اصل مشکل ایشونه وگرنه اونها بلایی سر ما بیارن من معتقدم همینجا علکی نمیگم یعنی بخوام دلیل براتون میارم اونها معتقدن ذات ایرانی ها حق طلب است اگر امروز این حکومت شکست بخورد ممکن است 50 سال دیگه شبیه این حکومت رو چیکار کنن دوباره درست کن در طول زمان این ذات ایرانیا ها بود برای همین ولی شرمن میگه ژن ایرانی ها مشکل داره ببین این حرف علکی نیست دید. تحلیل اینا دارن میگن اگر این بار مسلط بشیم کاری باید یعنی بالکانیزه میکنن ایران ها قطعا تجزیه میکنن قطعا بعد از تجزیه بین نقاط تجزیه شده تا چیکار میکنن جنگ درست میکنن جنگ درست میشه دیگه فرض کن مثلا بخوان ترک ها فارس آقا یه نصف شهر مثلا شهر مثل قزوین هم ترک داره هم فارس داره شهر مثل همدان هم ترک داره هم جنگ تازه شروع میشه مثلا شو چی میگم تازه موقع داستان ها ارومیه نصف کرد یه بخشی کرد یه بخشی ترک داستان خواهد بود میگه جوری باید اینا رو زن جوری ایرانی رو زن به خاک سیان بلای سر ما بیارن که سر یمن و سوریه و نمیدونم عراق و اینا نیوردن من اطمینان دارم یعنی ما اگر از این آرمان ها برگردیم دست اینا مسلط بشن بر ما بیچاره مخوام یه صحبت هم کنم در حرم امام بود رهبری گفتن که مردم ایران اگر از این آرمان ها دست بردارن سیلی محکمی خواهند خورد این سیلی سیلی الهیه حالا تو دست کی در بیاد و تو آستین کی در بیاد معلوم نیستش خب این نشون میده اسنادی داریم که نشون میده که مردم ایران مسئول حتی ایران متعرض بوده شاکی بوده میگفتین چه کاری دارید انجام شکوایی داشته صادرات اسنادی هست میگه صادرات آزوقه مواد غذایی رو به باکو توسط انگلیسی‌ها نشون میده آی کالدوول گزارش میده نه ما از خودشونن که میگه گیلان خریدیم همه چی رو بردیم بیرون اونجا رو قحتی گرفت بعد مثال میزنه میگه در اونجا نمیدونم یه مثالی من برای شما یک این خیلی جالبه نیاز به کمک رسانی در اینجا پیرو و آنچه که به شما تلگراف کردم آنگونه که شما استنباط کرده ابدا برخواست از اوضاع محلی نیست این از مسیونر آمریکاییه مردمی که در اینجا نیاز به کمک دارن هزاران نفرند که از سکونتگاه های خود در فلات و کوها و روستای بسیار دور از رشت گریختن همین الان دو زن یکی با شوهرش و سه بچه کوچک در طبقه پایین هستن که نتوانیستم از پذیرفتنشان سرباز زنیم این مرد و خانواده‌اش از زنجان در نزدیکی اینجا آمدن از زنجان رفته بوده رشت برای پیدا کردن غذا بعد مثال میزنه میگه اینا اوضاعشون اینجوری بوده اول هفت شطور داشته و بعد این بلاها سرش اومد و بعد یه, مورد دیگه هستش که اجازه واردات نمیدادن که مثالشو براتون زدم که طرف که شکر وارد کنه میگه من بیچاره شدم سه هزار کیسه شکر در بندر عباس میاد مستقر میکنه حالا اسمش بده کنم براتون بخونم بله میگه پس از ورود به بندر عباس دریافتم که تمام حیوانات بارکش که پیش از این به بندرگاه می آمدن تحت فرمانده و کنترل انگلیسی ها در آوردن وسایل نقلی دیگه گفتم من نمیدونم میگه هر کاری کردم به معاون کنسول انگلیس مراجعه کردم هر کاری کردم قبول نکرد میگه خودم زدم بیرون چند فرسخی رفتم یکی رو پیدا کردم پنج مایل در حدود 25 مایل ببخشید در بیرون شهر را گشتم و فردی را پیدا کردم که 350 شطور داشت او از انگلیسی ها می ترسید که حیواناتش مصادره شوند. میگه من پول پیش به این دادم آوردمش تو شهر همه 350 تا شتر مصادره کرد انگلیس میگه من نتونستم شش ماه بارش کردم اونجا بود دیگه آخر بیخیال شدم بردم هند نگاه کنید حتی نمیگذاشتن اینا خدمت شما عرض بکنم کسی وارد بکنه در های نفتی ما 1913 و 1914 8 میلیون پوند بوده درآمد نفتی فقط بعد به ایران میدادن 8 میلیون پوند تو این دو سال از 8 میلیون پوند سوای این که میگه موارد متعدد نفت رو رایگان برای کشتیرانشون استفاده میکردن با اون پول نمیدادن سربازاشون تو عراق نفت لازم داشتن مثلا اگه توی جنوب ایران حالا هر جای دیگه میگه اگه جای نیروهای اینا لازم داشتن نفت مفت می‌بردن اون کار اون پولی که فروخته بودن 75 درصدشو برداشته بودن 25 درصد سهم ایران رو بعد میدادن میشد 8 میلیون پوند میگه از این میزان در این دو سال فقط 325 هزار پوند را دادن گمرکات رو گرفتن اجازه رد اومدن نمیدادن تازه براش نمیصرفید بیاد بره درآمد گمرکی ایران چی شد کاهش بود دیگه الان چیکار میکنن الان میگن باشه تحریم نیست اما هر بانکی با ایران کار کنه پوستشو کردیم. بانکه میبینه من با ایران کار بکنم مثلا تهش میخواد مثلا من 50 میلیون دلار گیرم بیاد مثال میدم از اون آمریکا بفهمه چیه کل حسابای بانکی منو ببنده تو آمریکا قطع بکنه من از دلار من بکنه من 10 میلیارد دلار ضرر میکنم دیوونه این کارو بکنه الان که میری چی گفتن گفتن ما بعد به شرطی پولا رو تا ندادن کوفتم ندادن تا بمون میدونه دیگه گفتن ما باید مطمئن شیم پولاتون خرج مسائل تروریستی نمیشه ما گفتیم خب از کجا مطمئن میشیم گفته آها من FATF رو میارم توی کشور شما مستقر میکنم تمام بانکاتون رو زیر نظر بگیرم من ببینم این پوله چقدر حالا این پول مسئله تروریستی یعنی کجا بگید هر چیزی که ربطی به نظام گریه ما داشته باشه به سپاه باشه یعنی تمام ببینید با این قانون کاتسا که الان میشه بخش از این شلوغی هایی که اتفاق افتاد و آمدان بد بدی دوش توش بود اینا آماده سازی برای کاتسا چرا؟ خوب دقت کنید قانون کاتسا سیاه چاله و مادر همه تحریم هست. یعنی دیگه هیچ کاری دیگه نمیذاره بکنید خب تا این حد به شما بگم که اگر یکی از بانک هایی که از نظر اونو مشکل داره مثلا بگه بانک فلانی که مال نیر انتظامیه مال سپاه مال کجاست هر چیزی خب به حساب شما پول ریخته باشه شما رو میتونه تحریم کنه یه نفر از اون بانک برای شما پول کارت به کارت کرده باشه میتونه شما رو تحریم بکن یعنی قانونی میشه پول که ایچی نداد دیدی وقتی آقا میگفت من خوشبین نیستم گفتن نه مسئله سیاسی که خوشبینی بدبینی نداره که حرفا چیه ما یه بار دیگه هم از اینا چوب خورده بودیم سر مذاکرات الجزایر همون موقع نکته جالب شما بگم من سخنرانی کردم برید یه بار مذاکرات الجزایر رو بخونید بحث بر سر این بود که ما گروگانا رو بدیم یه سری بگیریم من رفتم به وقت مفصلی گذاشتم یه سری از این افراد زندن رفتم باشون جلسه گذاشتم کسایی که سر مذاکرات در موافق و مخالف بودن خیلی نکات جالبی دارن بگن سوای اینکه نشریه رمز و عبور کلا یه شماره به این اختصاص داد حتما تهیه کنید بخونید خیلی جالب میگه که دو دسته شدن اولا چیز جالب بوده مثلا ما گفتیم از آمریکایی چی بگیریم گفتن آقا من پولایمون رو که بلوکی کرده پس بده شاهو پس بده مثلا اینا خب یه بخشش این بوده مثلا بعضی از نوان مجلس گفته ما در مقابل مثلا تعدادی از گروگان ها چیز بگیم کمباین بگیریم که <applause> کشاورزی مثلا سنتی کشاورزی درست کنیم کمباین میخواستن دو گروه میشن یه گروه میگن ما پنجا و تا گروگان پنجا یکی دوتا هم شد پنجا تا گیروگان رو بدیم بعد آمریکا هم حمل کنه یه ده میگن اینا قابل اعتماد نیستن ما ده تا بدیم این کار انجام بده پنج تا بدیم اون کار انجام بده اینجوری بهتره این آقای میگن زشته آقا نگی دولت آمریکا که اینجوری نیست دولت آمریکا اوباحتی داره برای خودش اسم و رسم داره آبرو خودشون نمیبره اینا دو دسته میشه در مجلس نماینده دولت آی بهزاد نبوی ایشو مذاکرات انجام میده خب نماینده مجلس دو دسته میشن یک کسایی مثل سید محمد خامنه ای برادر رهبری اینا مخالفن میگن باید همین ریز ریز به اینا 5 تا گروگان بدیم مثلا 5 میلیارد دلاری که مثلا پیش پور پرداخت کردیم بابت خرید در مثلا F16 مون مثلا رو بگیریم مثلا F14 بگیریم یه گروه یک از نماندا که آقای محمد علی خادی توشه و آیا دکتر روحانی توشه اینها میگن نه آمریکا خلف وعده نمیکنه ما یک بار مثل الان که خلف وعده نکرد خب میگن نمیدونم. یعنی من نمیدونم ما از یه سوراخ دو بار گزیده شدیم به 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 روح رسول الله قسم بحثم سیاسی نیست خدا شاید من معتقدم در این شرایط هر کسی کاری از دستش برای دولت بر بیاد انجام نده خیانت کرده خدا گواه هر کاری از دستم بر بیاد انجام اما داریم بیا بحثی مثلا میکنیم که بگیم آقا ما جلی دشمنیم اینا اینه اینا عقبشون اینه مردم ایران به آدم خوری انداختن چل درصد جمعیت همونو گرفتن بنده سخنرانی کردم اینو یه بابایی پیدا شد رفت گفت نه ما خانهای خودمون مشکل دار بودن انگلیسی هیچ ایرادی نداشته ایشون مسئول جنگ نرم یکی از نهادهای انقلابی بود بلا فاصله اینجا رو گوش کنید بلا فاصله صحبت ایشون مورد توجه اون رو گرفت گفتن نماینده فلان نمیدونم در کجاک گفته که حکومت آخوندی تهمت میزند به بریتانیای کبیر برای فلان ایشون رفت این و برای ما زد بنده پنج سال در دانشگاه ها توسط دفتر نهاد رهبری در دانشگاه ممنوع سخنرانی شد چرا؟ چرا اومدی ماجره قهطی بزرگو گفتی؟ بزرگو این هولوکاست ایرانیانه نه میلیون آدم واقعی نه شیش میلیون تخیلی جهودا موزه برای سال. هیچ ایرانی از این واقع خبر نداره کمپین باید برای این درست کرد بعد انگلیس رو کشون به دادگاه بعد ازش غرامت گرفت تو دولت قبل میدونی که یه اتفاقاتی افتاد یه سری بحثا مطرح شد یه سری صحبت تو سخنرانی شد که آقا اینا باید غرامت بدن اما چی شد؟ دیگه ول شد دیگه اینا باید جواب پس بدن این خونه به ناحق ریخته شده اینطور زجرآور و مشمز کننده کشتن قتلان کردن رفت داره میگه قله رو خریدیم بردیم انبار قله رو م... خراب کردیم قله رو بعدش معدوم کردیم توی جنایت جنگی انجام دادی اسناد مال مانی مال خودتونه سگ زد برادر شغاله و آمریکا اسنادش چاپ کرده چرا چه این اتفاق 1917 بود اینا 40 سال 50 سال که میگذره دیگه اسناد میریزن بیرون درسته یا نه جالبه بعضی از اسناد هست انگلیس بعد 150 سال همه بیرون نمیده در مورد ایران این دیگه بعیده دیگه مثلا بچه اینا بخواین کار چیزی باشن این میزان نفرتی از نفرت از انگلیسان در مردم ایران به وجود میاره که اونا نگران اونن یه زرده بود همین اخیرا سفر کرد ایران میدونم آره همدن میگم خب آره اخیرا اومد اینجا دید رفت من کریخ با هم می یک جوکای راجب جنتی درست کردن میگن چرا سنشون زیاده میدون ریشش کجاست دیگه بله جوک هایی که اسکاتلندی و ایرلندی و در مورد ملکه انگلیس میگن و شیش هفت سال از اون جنتی هم سنش بیشتره خب ما در فیسبوک اینا رو پیدا کردیم خیلی هم جوکای با نمکیه مثلا ملکه نمی از غرمی به غرن دیگر منتقل می شود چیزای با نمک بر مبنید فکری خوش حالا تو ایران هم یه خورده چیز کردن و ایرانی ها ابداع و... یه خورده مثلا به روزش کردن و نمیدونم سهمیه نمیدونم جنگ اطلاع در جنگ خیبر و بعد رو اینا رو مثلا آوردن یه خورده بومیش کردن اما آره اصلش اونجاست اصلش اونتر. اما هیچی اونارو اونا رو بگید نشد با اینا ما ارتباط گرفته بودیم بهشون میگفتیم بهم می گفت اینجا ما رو اصلا با پوستمون رو فکر نکنید اینجا اصلا سرکوب رسانه ای منکوب رسانه هیچ کی خبر نداره چه کاریکاتورای قشنگ و فلان یه سایتی هم داشتن نمیتونم اسم سایتشون رو بگم بی اسم سایتشون این باکینگ هام که اسم نوست یه جور دیگه تلفظ میکردن به جای به یه چیز دیگه میگفتن یه سایتی هم زده بودن که همین امروز من قبل اومدم به بچه گفتم بزنید بریم سایت بالا دیدم سرور شما پایین اینا اینا اسکاتلند هنوز که هنوز مستعمره انگلیس میگه اسکاتلند مال انگلیس یه کشور دیگه است ایرلند هنوز که هنوز مستعمره چه؟ انگلیس ولز هنوز که هنوز مستعمره انگلیسه 1997 تازه 1997 هنگ کنگ از استعمار انگلیس اومد بیرون اسمن اما تمام سرمایه ها پولا همه چی چی ساختار ساخته مگه به این سادگی میشه به این ها مثلا از بین برد جزایر مالویناس با آرژانتین دعوا داره کی؟ انگلیس جزیره دم آرژانتینه میگه مالوان کشتی جنگی میبره اونجا آمریکا باز از انگلیس بدتر این انگلیس دوه انگلیس جدیده همون روحی هست همون مهاجره انگلیسی هم رفتن اونجور ساختن دیگه مردم ما باید بدونن اونا که دم از ایران میزنن یقه پاره میکنن و یقه هاشون رو و جر میکنن اینا باید بدونن که اینایی که امروز برای تو دارن دست دوستی دراز میکنن بی بی سی شون داره برای تو اخبار انتشار میده ببین تو اون خبر چه سودی برای بی بی سی هست هنوز در زدن تو و هنوز هم تو را مستعمره میخواهد سرتون رو درد آوردم خیلی از حرفا رو موند خدا شاهده یعنی بخشای این کتاب من قلم کشتونم جدا بگم این کتاب هم اسمشم بگم کتاب دکتر محمد قولی مجد اصلا ساکن آمریکاست وقتی اسناد آمریکا یا انتشار پیدا کرد اومد این کتاب رو نوشت مؤسسه مطالعه پجوشه سیاسی چاپ کرده آقای محمد, محمد کریمی هم این رو ترجمه کرده حالا ما فرض بگیریم 20 درصد این کتاب واقعیت باشه یعنی این همه سند از آدم های مختلف برخی از اسناد که زن تو کتاب نبود ما خودم جدا رفتیم مثل اون افسری که گفتم خاطراتش تو کجاست استرالیاس اینها رو وقتی شما میخونی آدم سرسام میگیره من اصلا حالم بعد شد خدا شد با اینکه خونده بودم قبلا دوباره داشتم یاداوری میکنم کدوم صفحاتو بخونم کدوم رو بخونم اعصابم خرد شد کتاب اسمش قحطی بزرگه مؤسسه مطالعه پژوهش‌های سیاسی نمیدونم ولی سرچ کن تو اینترنت ببین پی دی اف ای ای چیزی ازش اومده بیرون مفتی بخرید با ما باید مردم رو آگاه کنیم مردم باید بدونن وقتی میشه گفته میشه دشمن دشمن توهم نیست دشمن وهمی وهم واحم نیست دشمن وجود داره دشمن همون کسی که 8 سال با جنگیده هوا داشتی کتک میخوردی یکی <تصفح> بوده داشته میزده دیگه اون دشمنی که صدام صد علم کرد امروز دنبال ائتلاف عربی رو دوباره علم کنه سرت بهت بگم اون موقع انبارای شاه که نزدیک بود افتاده بود دست انقلابی ها آره دیگه انقلاب شد انبارای پر شاه قرار بود رو سر اسرائیل خالی بشه تو درگیری با کجا خالی شد عربا الان هم انبارای موشکی و قرار یه برنامه‌ریزی کردن دوباره در درگیری با چی عربا ببین داده الان داد آلمان در اومده آلمان میگه وقت جنگ بین هی hey, داره بین ما عربستان چیز میکنه میان جیگری میکنه برای چی نگرانه اما آمریکا و اسرائیل نگرانی ندارن اسرائیل از خداش نبردی بین عرب با ما عربستان شخ میزنیم باری کلا شخ میزنیم اونم بیکار کنیم شد دهت تا موشک میزنی یا نه به دهت تا کارخونه میزنی یا نه اون پارس جنوبی 22 تا فاز 200 میلیارد دلار تا الان اونجا پول ریختی همش هم مواد چیه نفتی و منفجره قابل احتراق همونو بزنه بسته اصلا تو شخ ده هم مکی و مدینه که نمیتونی بزنی اولا یک چیزی اون هوا رد بشم اینا داد و بیدادشون میگیرن همه جا بلند میکنن یه ریاض و جده و طائف و مثلا اینا سه تا چهار تا زدی چی به تو میرسه ما دنبال جنگ نیستیم شما می وقتی صدام صد به کویت حمله کرد یه عده ای از همین چپای سیاسی خودمون هم بودن آقای کی معتشمی پور آقای کی خلخالی آقای کی بهزاد نبوی اصرار که ما با صدام صد بعد یکی بشیم با آمریکا بجنگیم اینجا بابا هشت سال پدر ما رو در آورد ما هیچ چی دیگه نداریم آخر جنگ ما واقعا دیگه در به داغون بودیم نه با آمریکا بریم به جنگیم با صدام با هم دیگه صدام حالا غلطی کرد شما تو توبه پذیر باشید ببخشید دیگه حالا چه اجازه نداد رهبری اجازه محکم اومد گفت چه با ما رابطه طرفین این جنگ باطلن فکر کنه یکی از همینا الان این رهبر مملکت بود چیکار کرد موقع؟ ما رو به خاک از غذا اینا بودن همیشه بابت این کاراشون هزینه زایی برای نظام به وجود آوردن الان هم یه حرف خیلی جالبی میزنه میگه بابا آمریکا که هیچی به ما نداره میگم آقا برجام بریم بیرون آبرسان میگن نه باید میگه بعد چیکار کنیم میگم چی خیلی خوشگله اینو گوش که اصلا آدم به شور و شعف میره. میگه الان ما باید با ها اروپایا برجامو نگه داریم آمریکا که بده بدره آمریکا رو تو دنیا منزوی کنیم یه دقیقه گوش کن یعنی چی یعنی ما باید این همه هزینه بدیم که آمریکا چی بشه منزوی بشه کی الان داره ضد آمریکا عمل میکنه کی میگه باید حزینه بدیم به علیه آمریکا این که تویی که یعنی میگه ما مملکت خودمون رو بدبخت کنیم برای چی حالا آمریکا آمریکا منزوی بشه استدلال استدلالای تخیلی و چه جوریه یه نفر چهار تا مرگ بر آمریکا میگه دادتون همه جا رو میگیره ها آه چرا مرگ میگید مرگ بده همون رسانه که میگفتن مرگ بده دیده چه مرگایی گفتن کف خیابون دیگه خدا خوب چیزای رو رو کرد سلطنت طلب که اسم جمهوری بیاد این جنو بسم الله مرگش میگیره فرار میکنه شعار میداد جمهوری ایرانی خب الحمدلله <applause> اوه حجتیه یه. اون شیعه انگلیسی که میگفتن هر نوع قیام قبل از ظهور چیه <applause> باطله آها بریج تو ها قیام کنید الله این نظام خب الحمدلله اینم رو شد خیلی خوبه ها به خدا اصلا تو این موقع آدم میبینی اینا درون خودشونو میریزن بیرون ما بیایم هز... مملکت ما هزینه بده که آمریکا بخواد بشه یا به ما چه ما میخوایم بعد دارم میگم مملکت ما هزینه بده که آمریکا بخواد منزوی بشه نشه شما فکر کردی اروپایا بین ما و آمریکا ما رو انتخاب میکنن یعنی انقدر شما یعنی فهم سیاستون اینه یک ایده دیگه باز ما بیایم اقتصاد دنیا اقتصاد خودم با اقتصاد دنیا گره بزنیم گره بزنیم تحریم ما و زدن ما براشون چی میشه بگید هزینه زا میشه آقا جون مادر دینا رو نگو مگه ما رنو و رو 0 خودروسازیمون دستشون ندادیم ها تو تحریما چیکار کردن انقدر خوشکل پشت سر آمریکا گذاشتن رفتن از این مملکت که ما نمیتونیم برق برای سیستم برقی پژو 206مون مونده بودیم سمندار انداختیم روی 206مون یه سری از ماشینا یه سری از ماشینا تولیدش متوقف شد یادتون رفته مگه, مگه از این بیشتر که کل خودروسازیمونه بدیم بهشون رنو پژو دیگه چیکار باید میکردن که نکردن تو ایران تا تحریما شروع شد خدا فد. بعد جالبه بعد تحریما با دوباره صاف رفتیم سراغ کدوم شرکت ها رنو پژو به قرآن من نمیفهم یا منم مریخ اومدم به خدا یعنی این دیگه یعنی چی به قرآن آدم آتیش میگیره به بچه اول ابتدایی بگی میفهمه اینا رو برو بچه اول تو چوب دستش میخوام باش دعوا کنم چوب تو بده به من میگه دیوونه به تو بدم تو هم چوبه تو من چوبه دیدی دوتا بچه هم دیگه گاز میگیرم گه ول کن تا ول کنم دیدی؟ ای بچه بچه میفهمه بچه میفهمه یه دینه میفهمه سلامتونت بفهمه